با سلام و درود فراوان خدمت تمامی عزیزان حاضر در جلسه و دوستان و همراهانی که ما رو از طریق یوتیوب و رادیو و تلویزیون بشریت به صورت زنده دنبال میکنند. جلسه کمیته دفاع از حقوق اقوام و ملل ایرانی رو در تاریخ 12 فوریه سال 2022 و در ساعت 14 به وقت اروپای مرکزی آغاز میکنیم. من در ابتدا سخنرانان و موضوع سخنرانیشون رو خدمت شما بزرگواران عرض می‌کنم. جناب آقای ایرج دانایی‌طوس با گزارش و تحلیل موارد نقض حقوق اقوام و ملل ایرانی در دیماه 1400، سرکار خانم زهرا رهایی با بررسی هدف 10 از سند 20 یونسکو و مقایسه آن با قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران، سرکار خانم لیلا ابوطالبی با موضوع تبعیض اقوام در ایران، جناب آقای اسفندیار سنگری با موضوع عوامل اجتماعی و سیاسی خودکشی در ایران و جناب آقای حسن حمزه‌زاده با موضوع عدالت اجتماعی و در بخش بعدی بحث آزاد رو داریم با موضوع حق آموزش و پرورش زبان مادری. دوستان و همراهان عزیز هم میتونن در پایان هر بخش دیدگاه و نظراتشون رو بیان بکنن. من در ابتدا از آقای ایرج دانایی‌طوس دعوت میکنم تا گزارش و تحلیل موارد نقض حقوق اقوام و ملل ایرانی در دیماه 1400 رو به اطلاع شما برسونم. جناب آقای دانایی‌طوس بفرمایید، خواهش میکنم، مایک در اختیار شما. با عرض سلام خدمت همگی همکاران حاضر در جلسه. من ابتدا اشاره خواهم داشت به آمار نقض حقوق اقوام در دیماه 1400 که توسط همکارمون جناب آقای یوسفی تهیه شده و در سایت کمیته اقوام هم موجود است. با توجه به کمبود وقت و حجم زیاد اخبار، من فقط مجبورم چند مورد از این اخبار رو مورد تحلیل و بررسی قرار بدم. این آمار نشون میده که ما 99 مورد نقض حقوق بشر در مورد اقوام که شامل 152 نفر میشود در دیماه 1400 داشتیم. اما این آمار نیز به تنهایی گوشه بسیار کمی از آمار بالای نقض حقوق بشر در ایران است که توسط حکومت جمهوری اسلامی صورت میگیره. این آمار در مورد بازداشت‌ها، احضار و بازجویی، نقض حقوق زندانیان که شامل شکنجه، مرگ در زندان، اعتصاب قضا و جلوگیری از درمان زندانیان نیز میشود. بازداشت 4 شهروند در کامیاران در تاریخ 2 دیماه 1400 به نامهای سیروان قربانی، برهان کمانگر، آمانج قربانی، ملا محمد میرزا رحمانی به دلیل شرکت در مراسم خاکسپاری شهروند سیاسی کرد که اعدام شده بود صورت گرفته است. این بازداشت ها بدون برگه قضایی و بدون هیچ حکمی صورت گرفته و همچنین 150 نفر نیز در این مورد بازجویی قرار گرفتن. بازداشت یک زوج ایلامی به نام پویا جوادی و مریم حقگو توسط نیروهای امنیتی در شهر ایلام و بدون ارائه دستور قضایی اقدام به تفتیش منزل آنها کردند. این مورد هم بدون تفهیم اتهام صورت گرفته است و روند بازداشت در جمهوری اسلامی به این گونه است: ابتدا بازداشت، بعد شکنجه و اعتراف اجباری و بعد اتهام به آنها ابلاغ می شود. کشته شدن یک کودک 10 ساله بر اثر مین در دهلوران. این کودک عشایر کوچ رو در تاریخ 5 دیماه در منطقه مرزی ابو قویز شهرستان دهلوران در حین چرا اعدام دچار این حادثه شد. بر اثر ترکش مین ضد نفر این کودک جان خود را از دست داده است. این در حالی است که نه تنها دولت کاری برای پاکسازی میادین مین در مناطق غربی و جنوب غربی نمی کند، بلکه اقدام به کاشت مین های ضد نفر جدید در مناطق کردستان نیز می کند و ما شاهد کشته شدن تعداد زیادی از هموطنانمون سالانه بر اثر انفجار مین و یا قطع عضو شدن آنها هستیم.
بازداشت یک شهروند توسط نیروهای امنیتی در شیبان اهواز. سید علی آبلوشو شهروند اهل شهرستان شیبان در استان خوزستان 6 دی ماه توسط نیروهای امنیتی بازداشت و به مکانی نامعلوم منتقل شد. نیروهای امنیتی در انگام بازداشت اقدام به تفتیش منزل وی و وسایل شخصی او را نیز با خود بردند. از اتهامات مطروح و دلایل بازداشت وی اطلاعی در دسترس نیست. وقتی حرف از مکان نامعلوم و اتهامات نامعلوم زده میشه، یعنی فرد مذکور را برای گرفتن اعترافات اجباری به اطلاعات سپاه یا اطلاعات نیرو انتظامی یا خود اطلاعات بردن. همیشه یک اتهام پایه ثابت اعترافات اجباری است. توهین به رهبری، اقدام علیه امنیت ملی و بقیه مواردی که اضافه می شود. همان گونه که دوستان مطلع هستند، طبق اسنادی که توسط گروه هکرهای عدالت علی از زندان قزلسار تهران منتشر شده است، افراد در آبان 98 به جرم پارک معرب خودرو و تماشای تظاهرات به 8 ماه زندان و شلاق محکوم شده است و یا مورد دیگر به دلیل پوشاندن سر و صورت و دادن شعار به 6 ماه زندان و شلاق محکوم شده است. اینو به این خاطر عرض کردم که روند قضایی و حقوقی حقوق بشر در ایران بیشتر روشن بشه. خودکشی یک نوجوان سقزی. 8 دی ماه یک نوجوان در سقز از طریق حلق آویز کردن خود اقدام به خودکشی کرد و جان خود را از دست داد. سهم جوانان ایرانی از خودکشی‌های سالانه از سوی سازمان پزشک قانونی 7% اعلام شده است. هویت این جوان نیما خسروی اهل شهرستان سقز توسط هرانا اعراض شده است. همچنین در 9 دی ماه یک دختر 18 ساله به نام کاژین فتایی در شهرستان ارومیه اقدام به خودسوزی کرد و جان خود را از دست داد. و همچنین 10 دی ماه یک نوجوان 16 ساله اهل سقزی با هویت ماردین الله مرادی از طریق حلق آویز کردن خود جان خود را از دست داد. این آمار واقعا تکان دهنده است. ولی دلایل مختلفی داره آمار خودکشی. میتونیم به یکی از این دلایل مهمش اشاره داشته باشیم. نبود امید به زندگی و مشکلات اقتصادی و معیشتی در جامعه است. و همچنین نبود سازوکاری روشن توسط دولت برای جوانان و سوق دادن جوانان به سمت افسردگی و خودکشی. این باعث شده که آمار خودکشی جوانان در ایران به 7% برسه و در مورد بیشتر این خودکشی‌ها در مناطق محروم و مرزنشین انجام میشه. به دلیل نبود معیشت، نبود کار، نبود تفریحات سالم، جوانان به این سمت و سو میره. اجرای حکم اعدام 4 زندانی در زندان ارومیه در تاریخ 10 دی ماه 1400. هویت این زندانیان که پیشتر از بابت اتهام قتل اعدام محکوم شده بودند، حسین عباس‌زاده، حمدالله عالمی، فیض‌الله قربانی، مقدم علیزاده توسط هرانا اعراض شده است. اعدام فارغ از عنوان جرم ناقض ماده 3 اعلامیه جهانی حقوق بشر یعنی حق حیات برای همه می باشد. و همچنین یک خبر دیگه، کشته شدن محمد عبیداوی در حویزه توسط ماموران امنیتی در تاریخ 21 دی ماه. این شهروند به اتهام واهی قاچاق اسلحه توسط نیروهای امنیتی کشته و از خانواده آنها نیز تعهد گرفتند. به این شرط که جنازه رو پس میدن که اونا تعهد بدن که این
فرد قاچاق اسلحه کرده و به همین خاطر کشته شده است، وگرنه جنازه به آنها تحویل نمی‌دادند. محمد عبیداوی متعلق به پدر 5 فرزند بوده است و ساکن روستای ساریه شهر سوسنگر. مردمی که در مراسم خاکسپاری عبیداوی شرکت کرده بودند به شدت به کشتار سیستماتیک مردم به دست نیروهای امنیتی اعتراض کرده بودند. یکی از بستگان عبیداوی گفته است این روند باید متوقف شود. چرا خون ما اینقدر ارزان است؟ هیچ کس جوابگو نیست، بلکه به جای قبول مسئولیت ما را متهم می کنند تا قتل فرزندانمان را توجیه کنند. آیا قانونی وجود ندارد؟ باید بگیم چرا قانون هست، قانون استفاده نکردن از سلاح. این در حالی است که طبق ماده 2 قانون استفاده از سلاح توسط نیروهای مسلح در مواقع اضطراری بیان می کند این ماموران انتظامی باید کنترل کامل سلاح خود را داشته باشند، در حالی که ماده 7 تصریح می کند و ترجیحاً پای شخص را مورد هدف قرار بدن تا باعث مرگ یا آسیب به اون شخص نشود. اما متاسفانه همین قانون نیز رعایت نمی شود. این قانون توسط نیروهای انتظامی که روزانه ما شاهد کشتار شهروندان در مناطق مرزی و شهری هستیم و اینکه روز نیست که خبر کشته شدن کولبر، سوختور یا افراد عادی در مناطق شهری نباشیم. اخیراً هم نیروهای انتظامی در پی آن هستند که قانون استفاده از سلاح را تغییر بدن و به نفع خودشون یه چرخش 180 درجه ایجاد کنن و دستشون بازتر باشه برای کشتار. یعنی مجلس هم باهاشون راه اومده که این قانون رو تغییر بدن و اونا بتونن به آسونی از سلاح استفاده کنن و هر کسی رو خواستن بکشن و بدون اینکه جواب بگوشن. و اینکه کشته و زخمی شدن 2 کولبر بر اثر تیراندازی نیروهای نظامی در مناطق مرزی نوسود. به گزارش خبرگزاری هرانا به نقل از کورپا 16 دی 1400 در پی تیراندازی نیروهای نظامی و مرزی نوسود 2 کولبر کشته و زخمی شدند. اسامی کولبران اهل شهرستان روانسر، فریدون و سیروس عنوان شده است. از وضعیت کولبر زخمی شده اطلاعی در دسترس نیست. همچنین تاریخ 17 دی ماه، یعنی دقیقاً 1 روز بعد از اون حادثه، 2 کولبر دیگر در همان مرز زخمی شدند. اسامی کولبران محمد محمدی اهل روستای سردم از توابع روانسر عنوان شده و هویت کولبر سرپل زابی برای هنگاو اعراض نشده است. بیشتر این کولبران از فاصله نزدیک و بدون اخطار قبلی زخمی و یا کشته می شوند، در حالی که به راحتی می توان از این کشتار جلوگیری کرد. ناگفته نماند در دیما 1 کولبر کشته شده و 11 کولبر زخمی شدند در مرزهای کردستان، که بیشتر این زخمی شده ها در مرز نوسود صورت گرفته. همونجور که مشاهده میکنید در 2 روز 3 نفر زخمی شدن در تو مرز نوسود. کارنامه حقوق بشری جمهوری اسلامی در دی 1400 نیز همچون 43 سال گذشته تاریک و سیاه است و ما شاهد نقض شدید موارد اعلامی جهانی حقوق بشر توسط این حکومت هستیم. همچنان شاهد اعدام، کشتار کولبران، خفه کردن اعتراضات و زندانی کردن فعالان سیاسی و مدنی و حقوق بشری است. در دیماه 1400 این موارد بارزتر از دیگر موارد اعلام جهانی حقوق بشر نقض شدند. ماده 3 حق حیات برای همه، ماده 8 رعایت حقوق انسانی توسط قانون، ماده 9 عدم حبس، توقیف و یا تبعید غیرقانونی و ماده 10 حق محاکمه قانونی برای هم. من اینجا سخنرانیمو به پایان میرسونم
و از دوستان میخوام اگه سوالی هست من در خدمتم و جواب میدم. ممنون هستم. میگی سپاسگزارم آقای دانای توس بابت ارائه گزارش و تحلیل بسیار خوبتون. از دوستان و همکاران عزیز اگر در رابطه با این گزارش نقطه نظر و دیدگاه و صحبتی دارن خوشحال میشیم که شنوا باشیم. ممنونم، سپاسگزارم جناب آقای دانای توس. از سخنران بعدیمو دعوت میکنم. سخنران بعدی ما سرکار خانم زهرا رهایی با بررسی هدف 10 از سند 20 یونسکو و مقایسه آن با قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران. خانم رهایی بفرمایید، خواهش میکنم، با یک تأخیر شماست. سلام و وقت بخیر خدمت همکاران و همراهان عزیز. مطابق با دستور کار اهداف 17 گانه توسعه پایدار، هدف 10 عبارت است از کاهش نابرابری در درون و در میان کشورها. مهمترین اقداماتی که دولت‌ها باید برای تحقق این هدف انجام دهند به این شرح است: رشد تدریجی و پایدار درآمد قشر پایین جمعیت جهان که 40% کل جمعیت را شامل می شود و بالاتر از میانگین ملی تا سال 2030. توانمندسازی همه افراد و ترویج حضور فعال همه قشرهای جامعه در حوزه‌های اجتماعی، اقتصادی و سیاسی بدون توجه به سن، جنسیت، معلولیت، نژاد، قومیت، اصلیت، مذهب، وضعیت اقتصادی و غیره تا سال 2030. تضمین ایجاد فرصت‌های برابر برای همه و کاهش نابرابری در دستیابی به نتیجه، از جمله از طریق از میان بردن قوانین، سیاست‌ها و اقدامات تبعیض‌آمیز و ترویج قانون‌گذاری، سیاست‌گذاری و انجام اقدامات مناسب در این رابطه. سیاست‌گذاری به ویژه در حوزه‌های مالی، دستمزد و حمایت اجتماعی و دستیابی تدریجی به تساوی بیشتر. بهبود سازماندهی و پایش مؤسسات و بازارهای مالی جهانی و تقویت اجرای این گونه از قوانین. تضمین حضوری پررنگ‌تر و توجه بیشتر به کشورهای در حال توسعه در تصمیم‌گیری‌ها در مؤسسات مالی و اقتصادی بین‌المللی با هدف تبدیل این مؤسسات به نهادهای مؤثرتر، مطمئن‌تر، پاسخگوتر و با دارا بودن مشروعیت قانونی بیشتر. تسهیل جابجایی مرتب، منظم، ایمن و مهاجرت مسئولانه مردم از جمله از طریق اجرای سیاست‌هایی که در زمینه مهاجرت به خوبی برنامه‌ریزی و مدیریت شدند. اجرای اصل انجام رفتاری ویژه و متمایز در برابر کشورهای در حال توسعه، به ویژه کشورهای دارای پایین‌ترین سطح توسعه یافتگی در راستای موافقت‌نامه‌های سازمان تجارت جهانی. ترغیب به ارائه کمک‌های رسمی برای توسعه و کمک مالی به کشورهایی که نیاز آنها از همه بیشتر است، به ویژه کشورهای دارای پایین‌ترین سطح توسعه یافتگی، کشورهای آفریقایی، کشورهای کوچک جزیره‌ای در حال توسعه و در حال توسعه محصور در خشکی. این کمک‌ها در راستای مقررات ملی کشورها ارائه خواهد شد. از جمله راه‌های ارائه این گونه کمک‌ها سرمایه‌گذاری مستقیم خارجی است. کاهش هزینه‌های نقل و انتقال وجوه ارسالی کارگران مهاجر به کمتر از 3% و از بین بردن روش‌های حواله کرد با هزینه‌ای بالاتر از 5% تا سال 2030. نابرابری جهانی عظیم است و یکی از بزرگترین موانع توسعه پایدار و مبارزه با فقر است. در سال‌های اخیر نابرابری در بسیاری از کشورها افزایش یافته است. نابرابری فرصت‌هایی را برای گروه‌های اجتماعی برای مشارکت و تأثیر قابل توجهی در زندگی اجتماعی، فرهنگی، سیاسی و اقتصادی محدود می‌کند. بنابراین هدف 10 بر کاهش نابرابری در داخل و بین کشورها تمرکز دارد. به طور مشخص اهداف 10 حمایت از رشد درآمد پایدار را به فقیرترین 40% از جمعیت جهان و دستیابی به توانمندسازی و مشارکت اجتماعی، اقتصادی و سیاسی برای همه تا سال 2030 می‌رسانند. هدف 10 اهداف ایجاد فرصت‌های برابر از بین بردن قوانین تبعیض‌آمیز، سیاست‌ها و شیوه‌ها در حالی که تسهیل مهاجرت و ایمن مرتب و ایمن انسان به وسیله اجرای سیاست‌های مهاجرت صحیح
همچنین نمایندگی افزایش یافته و صدای بیشتری برای کشورهای در حال توسعه در تصمیم گیری در نهادهای اقتصادی و مالی بین المللی فراهم می کند. انسانها با یکدیگر یک برابری ذاتی و یک برابری ارضی دارند. برابری ذاتی یعنی این که انسانها همه از یک جنس و گوهر خلقت آفریده شدند. یعنی رنگ، نژاد، زبان، قومیت و مذهب هیچ تأثیری در برتری افراد ندارد. و برابری ارضی هم برابری در مقابل حقوق و تکلیف است. انسان‌ها در مقابل تکالیفی که از سوی مرجع ساله یا قانونگذار وضع شده اند برابرند و اگر تکلیفی که در یک موقعیت حقوقی وجود داشته باشد هر کسی در این موقعیت حقوقی قرار بگیرد مکلف است و اگر کسی در جایگاه یک متهم قرار گرفت همین که متهم شد سواد، علم، زبان، قومیت، مقام اقتصادی، اجتماعی، سیاسی و هیچ چیزی در قرار گرفتن در آن موقعیت نباید دخالت داشته باشد. اهداف عبارتند از ترویج نرخ رشد بالاتر برای دهک‌های 40% پایین، ترویج مشارکت اجتماعی، اقتصادی و سیاسی، کاهش نابرابری در فرصت‌ها و نتایج، حصول اطمینان از حمایت اجتماعی برای همه، تأمین مشارکت در تصمیم گیری اقتصادی، تسهیل مهاجرت و کاهش هزینه های انتقال برای مهاجرین، اسناد بین المللی حقوق بشر در کنوانسیون های متعددی هدف دهم را مورد تأکید قرار دادند. با توجه به موارد گفته شده و نظر به اینکه کشور ایران اقوام بسیار متنوعی را در خود جای داده است، مطابق منابع و شواهد شکاف قومی در میان اقوام ایرانی فعال شده است. فعال شدن شکاف قومی عوامل پرشماری دارد و پیامدهای سیاسی اجتماعی آن نیز پیچیده است. ملت‌سازی ناقص و ایجاد نابرابری قومی در ابعاد سیاسی، اجتماعی و فرهنگی و احساس تبعیض قومی نقشی برجسته در این فعال شدن داشته است. حقیقت این است که طی تقریباً یک قرن اخیر که حکومت مرکزی در ایران شکل گرفته است، اساساً اقلیت‌های ساکن حاشیه سرزمین ایران از امکانات اقتصادی و سیاسی برابر برخوردار نبودند. این موضوع قابل کتمان نیست که بخش بزرگی از درآمد کشور چه در دوران ضعف اقتصادی و چه در دوران شکوفایی به مرکز کشور سرازیر می‌شد. با گذشت بیش از یک قرن و ورود صدها میلیارد دلار پول به کشور، همچنان مردم حاشیه کشور از ثروت‌های مادی که حاصل برداشت از منابع طبیعی زیرزمینی بوده محروم هستند. منابعی که اتفاقاً اکثراً زیر خاک همین مناطق محروم قرار دارد. حکومت مرکزگرا طی همین مدت که نفت به اقتصاد ایران پا گذاشته، به منظور توجیه این بی‌عدالتی، ناسیونالیسم را مستمسک قدرتمند می‌دانست. اگرچه این گفتمان پس از انقلاب سال 57 رو به افول نهاد، اما با جایگزینی گفتمان ترویج تشیع و امت اسلامی با محوریت تهران، مدل دیگری از مرکزگرایی شکل گرفت. در هر دو حکومت پهلوی و جمهوری اسلامی، مدیران مناطقی که با اکثریت قومی فرهنگی متفاوت شکل گرفته بودند، از افراد غیر بومی به صورت مستقیم از مرکز انتخاب می شدند. واقعیت این است که به لحاظ تاریخی نیز تا قبل از پهلوی سرزمین ایران به صورت متمرکز اداره نمی شده و همیشه تا حد زیادی خودمختاری به حاکمان مناطق مختلف داده شده است. اگرچه در دوران مدرن این مدل از حکومت با عنوان فدرالیسم و سیستمی دموکرات شکل گرفت، مدلی که اکثریت کشورهای پیشرفته علارغم ژئوپلیتیک متفاوت در قاره‌های مختلف از آن بهره‌مند شدند، واقعیت این است که طی دوران زمامداری پهلوی و حکومت جمهوری اسلامی به علت ترس از تجدیه همیشه نگاهی امنیتی به فعالان سیاسی با پیشینه قومی غیر فارس نگاه شده است. این موضوع باعث شده تا هیچگاه نیازهای طبیعی شهروندی آنها برآورده نشود. یک قرن زمان مناسبی برای بررسی تجربه حکومت مرکزگراست. انتساب فدرالیسم به تجزیه طلبی جز با نیت سرکوب این ایده تا به حال استفاده نشده است. هنوز یکی از منتقدان شیوه فدرال یک استدلال قدرتمند در نقد فدرالیسم و دلیلی مستحکم مبنی بر تجزیه ایران در نتیجه فدرالیسم ارائه نکرده است. عموماً این افراد با اشاره به شعارهای احساسی و تاریخی سعی دارند افکار عمومی را با بیان خطر تجزیه بترسانند.
این در حالی است که حتی نمایندگان احزاب و اقوام مختلف در ایران در بیان عدم علاقه به استقلال صراحت کلام دارند. مسئله‌ای که این افراد نیز به خوبی درک کردند. تعلق به یک سرزمین بزرگتر امکان چانه‌زنی و قدرت سیاسی را افزایش می‌دهد. بنابراین نمایندگان اقوام مختلف نیز به خوبی می‌دانند اگر بخشی از ایران باشند بهتر می‌توانند منافع خود را در نظام بین‌المللی تأمین کنند. شاید به همین دلایل نیز رفراندوم‌های استقلال در کبک کانادا و اسکاتلند شکست خورد. بسیاری از کشورهای استقلال یافته از شوروی و یوگسلاوی هم حال و روز خوشی ندارند. باید به این نکته توجه شود که سرکوب مداوم فعالان قومی نهایتاً شرایط را رادیکال‌تر می‌کند و خطر تجزیه را افزایش خواهد داد. نهایتاً به نظر می‌رسد آنچه می‌تواند حقوق موزاییک فرهنگی مردم ایران را تضمین کند، فدرالیسم است. راهکاری که برخلاف ترس عموم، عدالت را در کنار حفظ تمامیت ارضی به همراه خواهد داشت. با توجه به موارد گفته شده و با توجه به اینکه در اصول متعددی از قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران حقوق و آزادی‌های اساسی برای کلیه شهروندان و اتباع ایرانی در نظر گرفته شده و آنان را در برخورداری از این حقوق بدون توجه به وابستگی قومی، نژادی، زبانی و حتی مذهبی مساوی دانسته، با این حال نابرابری در کشور ایران بر پایه سن، جنسیت، معلولیت، نژاد، قومیت، اصلیت، مذهب، وضعیت اقتصادی و غیره امری است که نمیتوان آن را انکار کرد. سازمان‌ها و فعالان حقوق بشری به طور پیوسته از تبعیض نسبت به اقوام و اقلیت‌های دینی و مذهبی انتقاد کردند. آنها می‌گویند کارگزاران جمهوری اسلامی از ترس ایجاد خلل و سستی در اقتدار حکومت مرکزی به ویژه در نقاط مرزی با قومیت‌ها برخوردهای امنیتی، نظامی و امنیتی می‌کنند. به رغم این فشارها، درخواست توجه به حقوق اقلیت‌ها چند سالی است که بیش از گذشته برجسته شده است، تا جایی که به جز پرداختن به آن در رقابت‌های انتخاباتی و نیز انتصاب دستیار ویژه رئیس جمهور در امور اقلیت‌ها در دولت روحانی و مجلس دهم شورای اسلامی هم بسیار پررنگ‌تر از گذشته به این موضوع ورود پیدا کرده است. کلام آخر اینکه متأسفانه تبعیض قومی و مذهبی در ایران مختص دولت و حکومت نیست. این گونه برخوردهای تبعیض‌آمیز در بطن جامعه ایران نیز نهادینه شده و در بسیاری از موارد افراد تبعیض کننده به آن آگاهی ندارند. از نتایج عدم اجرای صحیح اصل برابری افراد در برابر قانون در بعد قضایی، اداری و اجرایی میتوان به مواردی نظیر بی‌اعتمادی به نظام حاکم در تأمین حقوق قانونی، عدم مشارکت در اموری که مربوط به کل جامعه میشود، نظیر انتخابات، روی آوردن به اقدامات انفرادی جهت تأمین حقوق متصوره و غیر اشاره کرد. بنابراین ضرورت رعایت برابری برای توسعه پایدار امری حیاتی است. ممنون از اینکه وقت رو به من دادین. من مایک رو رها میکنم. سپاسگزارم خانم رهایی. متشکرم از دوستان و همکاران عزیز. اگر در رابطه با صحبت‌های سرکار خانم رهایی نقطه نظر و دیدگاهی دارید، خوشحال میشیم که شنوا باشیم. متشکرم، سپاسگزارم. از سخنران بعدیمون دعوت میکنم، سرکار خانم لیلا ابوطالبی با موضوع تبعیض اقوام در ایران. سرکار خانم ابوطالبی، بفرمایید. خواهش میکنم، مایک در اختیار شما. با سلام به همه همکاران گرامی. تبعیض در جامعه شناسی یه موقعیتیه که افراد در برابر نقش یکسان از مزایای اجتماعی نابرابر برخورداری پیدا کنند. همچنین یه حالتیه که ویژگی‌ها و معیارها رو بر مبنای توزیع قدرت یا ثروت قرار داده میشه که اون تبعیض نامیده میشه. تبعیض به رفتار واقعی اطلاق میشه که اعضای یک گروه از فرصت‌هایی که در برابر دیگران گشوده محروم میکنه و همچنین در شرایط تبعیض فرصت تحرک اجتماعی یکسان برای افراد وجود نداره و افراد در آموزش یا انتخاب شغل خودشون
و شرایط نابرابری براشون به وجود میاد. تبعیض نژادی، تبعیض جنسیتی، تبعیض مذهبی و تبعیض سنی از انواع رایج تبعیض‌ها هستند. با توجه به اینکه ایران یک کشوره که متشکل شده از اقوام‌های مختلف که توی این سرزمین زندگی می‌کنند، در طول تاریخ اونها در برهه‌ای از تاریخ یا در کنار هم بودن و یا توی برهه‌ای دیگه توی ستیز بودن. گویا در سراسر تاریخ در این سرزمین ستیز و سازش ویژگی‌های تعاملات اقوامی ایران محسوب شده. زمانی که کسی قدرتی رو دست می‌گرفته، نخبگان و سران اقوام به طور نسبی در نظام سیاسی می‌اومدن مشارکت می‌کردن و حذف اونا توی نظام سیاسی اصلا مطرح نبوده. به طور مثال اگر شاه ترک بود، امیر نظام کرد بود و دیوان سالار نیز از فارس تشکیل می‌شد، هدف از این مثال اینه که در صورت تثبیت قدرت تو طول تاریخ ایران برخورد حاکمان با اقوام به شیوه‌ای نبوده که احساس کنند به خاطر این ویژگی‌های قومی با اونها چنین رفتارهایی اتفاق افتاده. با در نظر گرفتن فراز و نشیب توی این گیرودار و چشم‌پوشی‌های آگاهانه از موارد استثنا میتونیم تو دوران پیش از مدرن حکومت صفوی رو نقطه عطفی برای شکاف قومی عنوان بکنیم، زیرا که بر مبنای مذهب تشیع گزینش حکومت صورت گرفته میشه و اقوامی که اهل تشیع نبودن به حاشیه رانده میشدن و مورد تبعیض قرار میگرفتن و در دوران مدرن میتونیم شدت گرفتن شکاف های قومی رو و برخورد نابرابری دولت مرکزی رو در قبال اقوام فرودست را به دولت متمرکز و مدرن رضاشاه نسبت بدیم، زیرا که با تشکیل دولت و قدرت او در نقاط کشور برچیده شد. ارتش متحدالشکل تشکیل و زبان رسمی فارسی اعلام شده. در این راستا تمایزات و یه تفاوت‌های قومی و نژادی رو در میزان تبعیض مؤثر بوده که هرچه گروه‌های قومی از نظر ویژگی‌های فرهنگی و اجتماعیشون اعم از زبان و مذهبشون با دولت مرکزی تفاوت‌های بیشتری پیدا می‌کردن، سیاست‌های تبعیض هم افزایش پیدا می‌کرد. به طور کلی تبعیض قومی میومد از دو بُعد بررسی میشه. بُعد عینی تبعیضیه که از طریق آمار و ارقام موجود به ماهیت برنامه و سیاست‌های آگاهانه دولت مرکزی در این زمینه پی می‌بریم. بُعد بعدی بُعد ذهنی تبعیضه که برای سنجش اون اومدن از ابزارهای نظرسنجی و پرسشنامه استفاده شده. نتایج که به دست اومده از این بررسی تبعیض قومی و نژادی رو نسبت به کردها در سطح شدیدتری نشونش دادن. آمار و شواهدی موجود در ایران وجود داره، وجود نابرابری بین اقوام رو داره نشون میده. در این باره با در نظر گرفتن سه تا حوزه اصلی تو سطح جامعه، یعنی حوزه اقتصادی، حوزه سیاسی و حوزه فرهنگی اجتماعی، به این بررسی های نابرابری موجود میپردازیم، چرا که این سه تا حوزه در خودشون نابرابری های دیگر هم نیز پوشش میدن. نابرابری اقتصادی چه زمانی به وجود میاد؟ زمانی به وجود میاد که این اعضای یک گروه به شیوه منظم از دسترسی به نابرابری اقتصادی، موقعیت ها و این کالاهای مطلوع اقتصادی منع بشن. بر این اساس در ایران مناطق قومی به ویژه مناطق کردنشین از نظر صنعتی از رشد کمتری برخوردار بودند. به عنوان مثال تو برنامه 5 ساله اول بالاترین سهم از ارتباطات بخش صنایع به استان اصفهان، یعنی حدوداً 50% اختصاص پیدا شده و 10 استان ایران که بیشترین استانهای کردنشین از جمله ایلام، کرمانشاه، کردستان و غیره بودند، از اعتبارات نسبی برخوردار بودند. در مجموع برنامه اول توسعه ایران 80% بودجه به 3 استان ایران و سهم استان کردستان 1.9% بوده که ردیف اعتبار دیگر مناطق کردنشین نیز دارای چنین وضعی بوده. این در حالیه که ردیف بودجه استان کردستان تو برنامه 4 خودش توی توسعه 0.2% بوده و تو مقایسه با برنامه اول هیچ فرقی پیدا نکرده، با توجه به این که توی این مناطق سرمایه گذاری اصلا نشده. طبیعیه که از کارخونه های بزرگ تولیدی راه آهن، مراکز مهم اقتصادی و غیره هیچ خبری هم نبوده. بر اساس سیاست های نظام جمهوری اسلامی
موقعیت‌های بالای سیاسی به طور انحصاری تو دست نابرابری‌های سیاسی گروه‌های خاص قرار می‌گرفته. به عنوان مثال توی قانون اساسی اومده کسی که اهل تسنن باشه نمیتونه رئیس جمهور باشه. توی قانون اساسی بند 115 و همچنین در نظام سیاسی ایران تو سال 57 به بعد کردها به مقام وزیر، معاونت وزیر، رئیس سازمان و غیره منصوب نشدن و همچنین کردهای اهل سنت تو دانشگاه‌های وابسته به ارگان‌های دولتی مثل دانشگاه‌های امام صادق، امام حسین و امام علی اصلا پذیرفته نمی‌شدن. با توجه به ساختار حکومت تمرکزگرا تمام این اختیارات حکومتی بر اساس قانون اساسی در دست اقوام غیر کرد عمدتاً فارس و آذری در مراکزه و سایر گروه‌های قومی تو حاشیه به سر می‌بردن که این خودش باعث عقب موندگی تو روند توسعه فرهنگی و اقتصادی مناطق قومی به حساب می‌اومده. توی علم جامعه شناسی وجود فرهنگ‌های مختلفی نشون دهنده یه تنوع افکار متفاوتی بوده که این نابرابری فرهنگی اجتماعی موجب غنای فرهنگ تمدن بشر محسوب شده و نباید این عناصر فرهنگی یه گروه بر یه گروه دیگری برتری پیدا می‌کرده. اما توی سیستم سیاسی ایران ویژگی‌های فرهنگی اجتماعی گروه‌های خاصی موجبات کسب امتیاز بیشتر و به حاشیه رانی گروه‌های قومی دیگر رو براش فراهم می‌کرده. به همین خاطره که ما توی زمینه وجود امکانات فرهنگیمون، شهرهای کردنشینمون در مقایسه با سایر مناطق به ویژه استانهای مرکزی و فارسنشین بسیار ضعیف هستیم و میتونیم گفت تفاوت‌های زیادی برش وجود داره. در مجموع اینا برابری‌های مشهودی در سیاست‌های فرهنگی دولت مرکز ایران وجود داره که مهمترین اونا ممنوع کردن تدریس زبان‌های اقوام تو سیستم آموزشی کشوره و نه تنها توی مدارس بلکه توی دانشگاه‌ها هم این زبان کردی تدریس نمیشه. حال اون که زبان و ادبیات کردی تو دانشگاه‌های معتبر جهان تدریس میشه مثل دانشگاه بغداد و مسکو. همچنین کردها مجاز نیستن از برخی از نام‌ها برای فرزندان خودشون چه دختر و پسر استفاده کنن. امروز نمیتونیم اهمیت مسائل قومی رو در فرایند همگرایی و واگرایی جامعه نادیده بگیریم. اهمیت موضوع از اون جهته که از یک سو تمام حوزه‌های جامعه ائمه سیاسی و اقتصادی و اجتماعی رو تحت تاثیر قرار میده و از یک سوی دیگه طبق مسئله مورد نظر از نظر ژئوپلیتیک داره یه اهمیت فراوانی. با این حال پرداختن به این موضوع و ارائه راهکارهای مناسب برای بهبود وضع جامعه، روابط بین الملل و بازسازی رابطه گروه های قومی رو حائز اهمیت برش قرار میده. با توجه به این تحقیق به این موضوع 84.2% شهروندان سنندجی، 80.1% شهروندان کرمانشاهی و 70.4% شهروندان ایلامی در جامعه ایران احساس ظلم و تبعیض می‌کنند. جدای از آمار فوقی که توی کتاب‌ها در مورد کردستان اومده نوشته شده بر جدی بودن تبعیض قومی تاکید می‌کنه. به طور مثال توی کتاب کردها و کردستان در مورد وجود تبعیض در این مناطق اومده نوشته شده که سیاست‌های تبعیض در ایران و ترکیه حاکمه و این کشورها رو برتری فرهنگ خیش رو بر فرهنگ کردی تحمیل کرده. یا در کتاب کردستان و علل تداوم بحران اون پس از انقلاب اسلامی اومده اشاره کرده که محرومیت اقتصادی توی مناطق کردنشین در مقایسه با مناطق دیگر ایران چشم گیره. لذا کردها برای رهایی از این وضع دست به قیام زدن. همچنین در تحلیل منشأ تبعیض و به تبع اون محرومیت و عقب موندگی مناطق کردنشین میتونیم به مواردی اشاره کنیم. ناتوانی و ضعیف بودن ساز و کار رفع نیازهای مادی شد و نداشتن یه روحیه تحرک برای فعالیت اقتصادی خودشون و یه انگیزه کسب مادیات از سوی کردها. البته این موضوع نقش عمده‌ای نداره و کوچکترین پارامتر این مبحث ما به حساب میاد. جغرافیای منطقه و دور افتاده از مراکز هستن در سیاست‌های تبعیض برنامه‌ریزی شده که از سوی دولت مرکزی و غیره این امر رو به عنوان مهمترین شاخص در رابطه با تبعیض قومی توی کردستان شناخته میشه. با مطرح کردن استعمار داخلی
به تحلیل این روابط نابرابری فرهنگی بین فرهنگ سلطه‌گر و فرهنگ زیر سلطه در یک جامعه میپردازه که عامل اون رو دولت مرکزی میدونه که دست عده ای افراد خاص قرار داره و با بهره‌گیری از این ابزارها و نهادهای دولتی به حاشیه‌رانی اقوام و استنصار اونا میرسه. تو چنین فرایندی سیاست کلی نظام جمهوری اسلامی در قبال اقلیت‌های قومی توی ایران چه در راستای سیاست‌های نظام سلطنتی پهلوی اما با شدت بیشتری بغض بیشتری ادامه پیدا می‌کنه. چنین روی کردی بر اساسی نظریه یک دست کردن جامعه صورت می‌گیره که دارای یک پیشینه سیاسی قوی هستش. در رگ‌های زمان جاری شویم. خداوند رنگ‌ها را آفرید تا زندگی جریان یابد. من اگر سیاه هم، تو اگر زردی، دیگری اگر سفید است، رنگین کمانی باید ساخت. باید لباسی باف از حریر هفت رنگ بر تن فکر بشر تا خودبینی، تکرنگی، جای یک رنگی را نگیرد. ممنون از تمامی اعضا و همکاران گرامی که تا به اینجا به سخنان بنده گوش دادن. سخنانی بنده تموم شد. ممنون از همه دوستان. سپاسگزارم بانو ابوطالبی بابت سخنرانی بسیار خوبتون. از دوستان عزیز و همکاران اگر نقطه نظر و دیدگاهی در رابطه با سخنرانی خانم ابوطالبی دارید خوشحال میشیم که شنوا باشیم. جناب آقای سنگری بفرمایید، خواهش میکنم. بله آقای سنگری، اگر برای سخنرانی دست بلند کردید که باید صبر کنید چند لحظه. خب متشکرم. از سخنران بعدی دعوت میکنم که سخنرانیشون رو برای شما ایراد بفرمایند. جناب آقای اسفندیار سنگری با موضوع عوامل اجتماعی و سیاسی خودکشی در ایران. جناب آقای سنگری بفرمایید، خواهش میکنم، مایک در اختیار شما. وقت بخیر و درود خدمت همکاران کانون دفاع از حقوق بشر و سپاس از عزیزانی که از طریق یوتیوب به طور آنلاین با این سخنرانی ما را همراهی میکنند. خودکشی یک پدیده پیچیده است و یک رفتار چندبعدی که شامل جنبه‌های روانپزشکی، روانشناختی، بیولوژیکی و جامعه شناسی است. در واقع ایده پردازی و اقدام به خودکشی و اندیشه‌های درباره مرگ آرزوی از میان بردن خود است. جوانی و نوجوانی یکی از بحرانی ترین ادوار زندگی هر فرد به حساب می آید، زیرا که به همراه تحولات جسمانی، فیزیکی، یک سر دگرگونی ها در احساسات، عواطف، تمایلات و تخیلات در فرد به وجود می آید. بررسی احتمال خودکشی یکی از شاخص‌های مهم در ارزیابی و مداخله‌های بالینی در جوانان و نوجوانان به شمار می‌رود. متأسفانه در سال‌های اخیر میزان اقدام به خودکشی در سنین پایین به ویژه جوانان و نوجوانان و حتی کودکان افزایش پیدا کرد. آمارهای رسمی هر روز خبر از افزایش نگران کننده میزان خودکشی در میان نوجوانان و جوانان در ایران میدهند. بنابراین آمار افرادی که دست به خودکشی میزنند به مراتب سن و سال کمتری دارند. بنابر گزارشاتی که مطبوعات و پزشکی قانونی و منابع رسمی حکومت ایران از رواج خودکشی به خصوص در میان قشر جوان نوشته و اعلام کردند، روزی نیست که خبری از سکانس وحشت و دلهوره در دل شهرها منتشر نشود. روش هایی که آنها برای خودکشی انتخاب میکنند معمولا مسمومیت با دارو یا سموم، خودسوزی، حلق‌آویز کردن، سلاح گرم، پریدن به سوی قطار و مترو و سقوط از بلندی ها و پل های عابری پیاده و غیره. چرا جوانان و نوجوانان؟ چرا کسان که تازه بهار زندگیشان شروع شده با دست خود خزان آن را رقم می زنند؟
در این رابطه دلایل مهم و زیادی در رابطه با خودکشی میتوان اشاره کرد. بیماری ها و اختلالات مربوط به بهداشت روان، اضطراب، افسردگی، متغیرهای ژنتیکی، بحران بلوغ، تغییرات هورمونی، بیماری های جسمی و ضعف عزت نفس، احساس ناامیدی و ناتوانی، فقدان و یا بحران در هویت و شناخت، آشفتگی در هویت جنسی و دیگر عوامل در تقویت انگیزه و اقدام به خودکشی مؤثر است. از جمله سطح بالا استرس و فرش و فشار برای موفقیت، ترس از تحقیر، خودبینی، انعطاف ناپذیری، درک ناپخته از مرگ، گرایش به عرفان‌های کاذب، فقدان مهارت‌های سازگاری و تاب آوری برای حل مسائل روزمره و اجتماعی، تصمیم گیری، کنترل خشم و همچنین وجود پیشینه خانوادگی در زمینه خودکشی. اما از عوامل مهم اجتماعی مؤثر در افزایش میزان خودکشی میان جوانان و قشر جوان چیست؟ مسئله خودکشی فقط به مسائل روحی و روانی جوان و نوجوان یا پیشینه خانوادگی آنها محدود نمی شود. یکی از عوامل خودکشی در میان قشر جوان نداشتن چشم‌اندازی روشن برای آینده و معضلات اساسی اجتماعی و حتی سیاسی کنونی در کشور ایران است. در کشوری که میلیون ها جوان هیچ امیدی به داشتن شغل مناسب و درآمد قابل قبول، نداشتن حد معینی از رفاه عمومی، تأمین اجتماعی، معیشت اقتصادی در خانواده‌ها و عدم آزادی‌های اجتماعی طبعاً زمینه ساز لازم برای خودکشی می‌باشد. افزایش آمار خودکشی چندان جای تعجب ندارد. چرا؟ آسیب‌های اجتماعی، اقتصادی و سیاسی می‌توانند از فشاری که معضلات گوناگون در جامعه کنونی ایران به دلیل عدم مدیریت‌های صحیح در این 14 حکومت جمهوری اسلامی بر تمامی اقشار مردم و خانواده ها وارد می کند، مستقیم و غیر مستقیم به اقشار مختلف جامعه و جوانان و نوجوانان منتقل می شود و آنها را در دریای ناامیدی غرق می کند. معضلاتی که حتی قانون خانواده ها را هم از هم می پاشد و به همراه آن زندگی و آینده فرزندان را نیز متلاشی می کنند. از این گذشته سیاست های غلط مدیریتی حکومت جمهوری اسلامی در خصوص امور اجتماعی، اقتصادی و سیاست های خارجی نیز در آن نقش تعیین کننده دارند. از عوامل آسیب های روانی به همه آحاد جامعه و در نوک این هرم به جوانان و نوجوانان است. در ادامه به چندین عامل مهم خودکشی ها در سطوح سنی مختلف به خصوص قشر جوان اشاره می کنیم. یکی از عللی که خودکشی میان جوانان و سن جوان در ایران با آن درگیر هستند علت تعارض هویت جنسی است. خودکشی میان همجنسگرایان، دو جنس گرایان، تراجنس گرایان نوجوان بسیار بالاتر از دیگر نوجوانان مشهود است. از سوی دیگر در اجتماع امروزی ایران نوجوانان بسیاری در نسل جدید نشان می دهند که نمی توانند گرایش جنسی خود را نادیده بگیرند و بدین لحاظ میانه انتظارات خانواده، جامعه سنتی و دولت از یک سو و تصورات خود از هویت جنسی گرفتار می شود و این گرفتاری گاه تا حدی شدید می گردد که نوجوان را به سمت خودکشی سوق می دهد.
از دیگر عوامل خودکشی افسردگی های معالجه نشده است. افسردگی های معالجه نشده و رها شده است. طبق نتایج تحقیقات وزارت بهداشت ایران، شیوع افسردگی در ایران حدود 12% است. اما در جوامع پیشرفته دیگر برای کودکان حدود 2% و برای گروه سنی جوان و نوجوان حدود 4-8% است. کودکان و نوجوانان که دچار افسردگی می شوند شکننده تر از بزرگسالان افسرده می شوند. متاسفانه بخشی از اقشار جامعه، کارشناسان زیرب و مسئولان اصولا اختلالات روانی و افسردگی را در افراد به خصوص جوانان جدی تلقی نمی کنند یا اصولا علت این وضعیت و حالت یا بیماری را خودساخته فرد و شخصی می پندارند. علت سوم، فشار گروه همسالان در سنین کودکی و نوجوانی. اولدربازی در مدارس بلخص در میان پسران شایع است. کسانی که در معرض اولدربازی قرار می گیرند همه دارای یک سطح از مقاومت نیستند و کودکان و نوجوانان آسیب پذیرتر گاه در برابر آن می شکنند و به دلیل شروع این پدید در صدور آموزش پرورش ایران، حکومتی ایران اصولا هیچ برنامه ریزی مدونی برای مقابله با این منظور در مدارس ایران انجام نداده و نمی دهد. کودکان و نوجوان ها ارزش ها و هنجار ها و سبک زندگی خود را معمولا از دو منبع عمده می گیرن: خانواده و گروه های همسال همسن سال خود. عدم امکان انطباق پذیری با گروه همسالان نیز می تواند موجب اختلالات روانی و حتی در بعضی مواقع خودکشی شود. دلیل محتمل چهارم، تقلید از صحنه سازی های خودکشی تلویزیونی و اعدام های خیابانی. به عنوان نمونه می توان به چند مورد خودکشی که از تقلید احتمالی اعدام های خیابانی در سالهای اخیر گزارش شده است اشاره کرد. همچنین صحنه خودکشی کودک با نمایش های خودکشی در تلویزیون های شبکه های جمهوری اسلامی شباهت داشته است. و دلیل پنجم، ازدواج های اجباری کودکان و نوجوان. در برخی از استان های بومی کشور متاسفانه بخشی از حکومت ایران و به ویژه روحانیون شیعه مشوق این نوع ازدواج ها هستند. در سنین کودکی نمیتوان ازدواج آنها را اختیاری دانست. در بخشی از این ازدواج ها مردان 70 ساله نیز وجود دارند که با دختر 10 ساله ازدواج کردند. این روند برای دختران افزایشی بوده است. دختران نوجوانی که نمی خواهند به این ازدواج های سنتی و اجباری تن در دهند، به ویژه در مناطق روستایی و عشایری، برخی اوقات خود را آتش می زنند. یکی از راهبردهای اولیه برای پیشگیری از خودکشی در قشر جوان، کودک و نوجوان، کاربرد آموزش همگانی درباره شناخت عوامل خطر، روش‌های پیشگیری، شناسایی کودکان و نوجوانان در معرض خطر و شیوه‌های کمک گرفتن از مراکز تخصصی و درمانی است. همانطور که اشاره کردم، خودکشی برآیند تأثیر عوامل مختلف زیستی، روانشناختی و اجتماعی است و معمولاً به یک دلیل خاص اتفاق نمی‌افتد. بنابراین ضروری است عواملی که برخی کودکان و قشر جوان را در خطر اقدام به خودکشی قرار می‌دهد را خوب شناخته و برای جلوگیری و کاهش آن اقدام کرد. در مواردی نیز اقدام به خودکشی به صورت کاملا ناگهانی و به دنبال انباشته شدن از خشم، ناراحتی، ناامیدی و درماندگی شدید انجام شود.
که خطر اقدام به خودکشی را افزایش می‌دهد. که از جمله این موارد ابتلا به یک اختلال روانپزشکی یا اصطلاحاً اختلال دو قطبی، اختلاف یا قطع ارتباط با دوستان صمیمی، درگیری، تنش و خشونت‌های شدید در محیط‌های خانواده است. مصرف الکل، اعتیاد به مواد مخدر نیز دیگر موارد است. از سوی دیگر توجه به رفتاری، به نشانه‌های رفتاری و هشدار دهنده فرزند کمک می‌کند تا والدین بتوانند به موقع مانع از انجام اقدامات خطرناک توسط فرزند خود شوند، که برخی از مهمترین نشانه‌ها عبارتند از اشتغال ذهنی با مردن، جستجوی اخبار و روش‌های خودکشی در اینترنت، گفتگو و بحث یا نوشتن در مورد خودکشی به صورت مستقیم یا غیر مستقیم، تمایل به انزوا و کنارگیری از روابط اجتماعی و خانوادگی است. در تیر ماه سال 1400 سازمان بهزیستی حکومت ایران بیان داشت هنگامی که 7 میلیون نفر در ایران بیکار داریم، طبعا آستانه تحمل ها در اقشار مختلف جامعه پایین می آید و اعلام گردید که سالانه بیش از 1 میلیون در کشور اقدام به خودکشی می کنند. آمار خودکشی در ایران را در سالهای 1398 و 99 بر پایه گزارش های پزشکی قانونی ایران 41,000 نفر اعلام شده و نیز متاسفانه 250 مورد خودکشی از سوی قشر کودک و نوجوان بوده است و همچنین بر اساس آمار رسمی منتشر شده 75% از موارد اقدام خودکشی در ایران مربوط به سنین 15 تا 34 سال بوده و خودکشی در میان زنان بیش از مردان بوده و مهمترین عامل آن افسردگی در میان این گروه سنی است. سازمان بهداشت جهانی سال 2021 میلادی اعلام داشت خودکشی 13 علت مرگ در گروه سنی 15 تا 34 سال در جهان است. در واقع در هر 40 ثانیه یک خودکشی در سراسر دنیا رخ می‌دهد. این آمار اما در ایران با پایین رفتن سن خودکشی متاسفانه به زیر 15 سال هم رسیده است. این سوال را در هر ذهن پدیدار می‌کند که چه بر سر یک کودک 10 یا 13 ساله یا نوجوان ایرانی آمده است که به پدیده‌ای به نام خودکشی فکر کرده و بعد هم آن را عملی نموده است. زیرا کودک و نوجوانی در این سن هنوز از طعم زندگی هیچ بهره نچشیده و اقدام وی به خودکشی نشان از وخامت و هولناکی شرایط روحی، شرایط اجتماعی و زندگی فردی وی را دارد. هرچند در سالهای اخیر با وجود وسایل ارتباط جمعی و رسانی اخبار مربوط به خودکشی در ایران بیشتر منتشر شده است و می شود و توجه مسئولان حکومتی را به این بحران اجتماعی بیشتر از خود جلب می کند، اما گویی واکنش غالب مسئولین نظام حکومتی ایران تنها تایید و یا تکذیب خبرها بوده و دلایل آنها و نیز هیچ عزمی و اقدامی در فراهم آوردن زمینه‌های پیشگیری از خودکشی در میان کودکان و قشر جوان و دیگر اقشار مردم وجود ندارد و دیده نمی‌شود. در شرایط اسفبار بسیاری از کارشناسان حوزه حقوق کودک و حقوق بشری
نگران آن هستند که خودکشی در میان تمام اقشار جامعه ایرانی بیشتر از این فراگیر شود و بی‌توجهی مسئولین بی‌کفایت و نالایق حکومتی و سکوت رسانه‌ای درباره این بحران بر شدت آن بیفزاید. و اما در خاتمه و این که باید بگویم زنگ خطر بحران خودکشی در جامعه ایران ما به صدا در آمده، اما هنوز بعد از 4 دهه حکومت ایران فقط در فکر حفظ نظام و صدور انقلاب به دیگر کشورهای حوزه و منطقه است. سپاس از این که با این سخنرانی با من همراه. سپاسگزارم جناب آقای سنگری بابت سخنرانی بسیار خوبتون. متاسفانه این بحث خودکشی توی سالهای اخیرم که داریم میبینیم تعدادش به مراتب خیلی بیشتر از گذشته داره اتفاق میفته و هم از نظر تعداد خیلی زیاد شده، هم از نظر میانگین سنیه که داره اتفاق میفته این مسئله. همونجورم که شما توی گزارشتون گفتید متاسفانه سنین 10، 12 و 15 سال توی جوانا و نوجوانان شاید چندین برابر شده و باید با آن سوال کنیم از خودمون که چه اتفاقی افتاده که یک جوان 15 ساله بخواد همچین کاری بکنه. شما به موارد خیلی زیادی اشاره کردید، ولی خب بیشترین اخباری که الان ما داشتیم و توی همین کمیته اقوام هم گزارش شده و بهش پرداخته شده بیشتر به خاطر مسائل معیشتی بود. توی چند وقت گذشته دیدیم که خیلی از بچه‌های شاید 10-12 ساله فقط به خاطر نداشتن یک تبلت و یا یک گوشی هوشمند فقط و فقط به خاطر همین خودکشی کردن. نمیدونم واقعا اسم اینو میشه چی گذاشت. همین حکومتی که الان داره این همه تبلیغ میکنه برای فرزند آوری و اینکه میگه که جمعیت ما پیر شده و باید فرزند آوری کنیم و در واقع جامعهمون رو جوان بکنیم، خیلی راحت از این مسئله رد میشه، از کنار این مسئله رد میشه و اصلا توجهی نمیکنه به خودکشی این همه نوجوان و جوان توی کشور. هیچ راه حلی هم ارائه نمیده و فقط سکوت میکنه. از دوستان و همکاران عزیز اگر در رابطه با سخنرانی جناب آقای سنگری صحبت و نقطه نظری دارید خوشحال میشیم که شنوا باشیم. جناب آقای فرخی بفرمایید، خواهش میکنم، مایک در اختیار شماست. سلام میکنم خدمت دوستان عزیز و تشکر از جناب آقای سنگری و همچنین جناب آقای شما جناب ناصری که اضافه کردید یه سری موارد رو و یه مورد هست که باید بهش توجه بشه. تو این قضیه، تو قضیه خودکشی، یه مشکل که از خواسته ها تو خانواده ها هست که متاسفانه به سن پایین کشیده شده و اینکه خواسته ها برای سنین کودکان توی خانواده ها برآورده نمیشه، این باعث خودکشی میشه. و دومین مورد که شما هم اشاره کردید وضعیت معیشتیه که میشه بگی آمار خیلی بالایی از خودکشی توی ایران داره اتفاق میفته. میشه گفت اینو بیشتر سوق بدیم به سمت وضعیت معیشت خانواده ها که واقعا میشه بگه میشه گفت 90% خودکشی ها رو اختصاص داد به این قضیه. و همچنین فاصله طبقاتی بین قشر ثروتمند و فقیر که همونجور که شما اشاره کردید من اینو دوباره تکمیل میکنم که توی خیلی از موارد چه سنین کودکی چه نوجوانی میبینیم که خیلی از هموطنامون نمیتونن حتی کمترین خواسته هاشون رو توی سن کودکی بخوایم حساب کنیم، نمیتونه یه موبایل یا یه تبلت بالاخره برای استفاده خودش داشته باشه. و اگه اینو ما بیان توی سن بالاتر بخوایم اینو توضیح بدیم یا بخوایم مقایسه کنیم برای سنین 15 یا 16 سالگی، باز اون بالاخره یه سری خودکشی ها اتفاق میفته که بین که دقیقاً مربوط میشه به فاصله طبقاتی از لحاظ ثروتمند بودن و فقیر بودن که
میان خودش بچه ها از لحاظ سرخورده میشن و یه سری عملیات و اتفاقات ناگواری و یه خودکشی های بالاخره ناگواری انجام میدن. و یه مورد دیگه هم که هست میشه بگی آزاد نبودن خیلی از جوان ها تو مراحل زندگیشونه. اینکه خیلی موارد ما میبینیم که جوانی به خاطر شرایط ازدواجش، حالا از معیشتی که بیان بیرون، از شرایط خواسته هایی که داره یا از لحاظ اون فرهنگ و سننی که داره، سنتی که دارن توی اقوامشون یا توی فرهنگشون یا خانواده، بالاخره به دلایل خاصی که حالا بالاخره یه دختر خاصی یا فرد مورد نظری رو دوست داره و میخواد زندگی کنه و مخالفت خانواده ها بوده که این قضیه خودکشی زیادی توی موارد ما دیدیم و شاهدش بودیم. و مورد بعدی میشه اشاره کرد به این که به سطوح اومدن خیلی از جوان‌ها و مردم ایران، یعنی چیزهایی که دولت داره برخلاف اونا انجام میده، یعنی خواسته‌هاشون هر چیزی که هست. الان امروز ما میبینیم دولت داره یه سری قدم‌هایی رو برخلاف عقیده و خواسته‌های جوان‌ها و همچنین فرق نمی‌کنه برای کل مردم ایران داره برمیداره، یه سری حرکتایی میکنه که واقعا داره خشم مردم رو زیاد میکنه و این باعث میشه که این اتفاقات ناگوار بیفته. و یه مورد دیگه هم هست که بعضی جوان ها هست که واقعا یه راه رو انتخاب میکنن. یعنی چی؟ یعنی همه راه ها رو بسته میبینن، یعنی هر راهی که میخوان استفاده میخوان ببینن برای زندگی کردن، میبینن این راه اگه برن آخرش یه اتفاق ناگواره. و یا مثال میزنم، یا هم اتفاقاتی که توی کشور داره میفته، میبینی یه دختر حالا یا از خانواده یا از یه فامیلی رانده میشه و به جای پناه میبره، به خارج کشور پناه میبره و بعدش هم میبینی هیچ راهی نداره، یا اونو برگردونن، این دیگه در هر صورت کشته میشه. خیلی جا موارد هست که این تو خود کشور اون دختر، اون کس یا اون شخص هیچ راهی، چه فرق نمی‌کنه، ما الان مواردی هم داریم که تعدادی از ترنس ها هستن همچین اتفاق براشون افتاده، اینکه هیچ راهی ندارن، یعنی راه زندگی دیگه براشون دولت نذاشته، یعنی یه جور عقاید مردم رو خراب کرده دولت که به خانواده هم گفتن که اینا شما باید غیرت داشته باشه، یا بالاخره از این کلمات استفاده میکنن و اذیت میشن و بچه ها اذیت میشن و متاسفانه به خودکشی رو میارن. ممنونم از شما جناب ناصری که این وقت رو در اختیار من گذاشتید. سپاسگزارم جناب فرخی، کاملا درست میفرمایید. یه نکته دیگه هم بخوام من اضافه کنم، حالا این بحث وضعیت معیشتی که گفتیم درسته، کاملا درسته، وضعیت به مراتب خیلی بدتر از گذشته شده، حداقل توی این 4-5 سال اخیر داریم میبینیم خیلی بیشتر شده و اون اختلاف طبقاتی که شما گفتین خیلی بیشتر، شاید چندین برابر شده و بیشتر هم به چشم میاد. ولی یه نکته دیگه که بخوام اضافه کنم بحث آموزشه. شاید من فکر میکنم توی بحث آموزش هم ما کمی کمکاری داریم میکنیم که این بحث خودکشی رو انقدر راحت میکنیم برای یک جوون شاید 15 ساله 20 ساله یا کودک 10 ساله که انقدر راحت بیاد فکر بکنه حتی به یک خودکشی، به اینکه بیاد به زندگی خودش خاتمه بده. شاید اگر رو مسائل آموزشی بیشتر کار میکردیم، بیشتر وقت میذاشتیم، خانواده ها بیشتر برای بچه هاشون وقت میذاشتن، شاید این فکر حتی توی ذهن اون بچه یا اون جوان خطور نمی‌کرد که بخواد حتی بعدها اینو عملی بکنه. جناب آقای بولوردی بفرمایید، خواهش می‌کنم، وقت در اختیار شماست. اول سلام می‌کنم به همه دوستان عزیز. بله، همینجور که دوستان فرمودن، بحث معیشتی خیلی فشار میاره مخصوصا به جوان‌ها. یه نکته هم که من اضافه کنم، شما الان ببینید خود دولت جمهوری اسلامی اعلام کرده که یک شخص عادی، یک کارمند، مثلا مثال میزنیم، یک کارمند
برای خانه‌دار شدن در تهران 172 سال باید صبر کنه، یعنی 172 سال باید کار بکنه که حالا هیچی هم گرون نشه، یعنی از همین الان شروع کنه همه چی استوب بشه 172 سال کار کنه که یه خونه تو تهران بخره. خب من اینو تو روزنامه میخونم دیگه، حالا یه جوان ایرانیم من اینو تو روزنامه میخونم، خب کسی که میخواد برنامه ریزی بکنه برای آینده شما میگه اصلا چه حالی بهش دست میده، میگه که خب من یه همه درس بخونم دانشگاه و حالا برم کارمند بشم تو بانک، شرکت نفت یا حالا هر جایی، خب من 170 سال کار باید بکنم، من خب من چقدر میگم من تا تازه بتونم یه خونه تو تهران بخرم. حالا ماشین دل خواه و اینا که در حد شوخیه، در حد آرزو و چیزهای دست نیافتنیه. حالا فرمودین آموزش، متاسفانه آموزش همونم ما مشکل داره، خیلی راحت ما الان هیچ گونه تو آموزش، تو سیستم آموزشیمون جایی برای، یعنی هیچ آموزشی به ما داده نمیشه که از حقمون دفاع، یعنی اصلا حقی وجود نیست. کودکی فرمان برداری به شما میدن و زور، یعنی همه چی زوریه، مدرسه رفتن، نماز خوندن، حالا هر چیزی که شما فکر بکنین، و هیچ جا به شما این حق رو نمیدن یا آموزش نمیدن که شما از حق دفاع بکنین. حالا اونایی هم که میرن دنبال حقشون که دیگه تو اخبار میخونیم چه بلایی سرشون میاد. خب یه جوانی تو ایران میبینه این مشکلات رو و دلش رو نداره با این مشکلات مثلا عدیده رو در رو بشه، همه انسان همه پنج تا انگشت دست یه شکل نیستن، حالا یکی واقعا سعیشو میکنه، تلاششو میکنه، حالا یا میتونه اون به اون مشکلات فارغ بیاد، یکی واقعا نمیتونه و دست به اقدامایی که واقعا میشه گفت آنیه، چون هیچ کس دوست نداره جون عزیزش شاید دست بده، ولی خب وقتی فشار مشکلات و فشار معیشت و ناحقی و بی‌عدالتی که اصلا یه چیز عادیه، دوستی از همین سیاستمدارای ایران توییت کرده بود که الان به جایی رسیدیم تو ایران که هر چی میشنویم میگیم مگه غیر از این انتظار داشت، یعنی اگه گودزیلا هم حمله بکنه به تهران مردم تعجب نمیکنن، میگم غیر از این مثلا شما انتظار داشت. ممنونم از این وقتی که در اختیارم گذاشتید. سپاسگزارم جناب آقای بلواردی. جناب آقای فروخی بفرمایید، خواهش میکنم، وقت در اختیار شماست. بله منم تشکر میکنم از دوست عزیزمون جناب آقای بلواردی که اشاره کردن به چند تا مورد و یه موردم که هست که بعدم بود که جناب آقای بلواردی هم گفتن، یه مورد از تحصیلات هست که توی جامعه ما واقعا یه کار کردن ورودی دانشگاه ها رو آزاد کردن و این یه مورد بزرگ خود خودکشیه. چرا؟ چون با ورود به دانشگاه و گرفتن یه سری مدارک و تحصیلات و نبودن شغل مربوطه به اون تحصیلاتی که انجام شده توی جامعه ما، خواسته های جوانان یعنی واقعا بیشتر میشه. کسی که مثلا میگه من مهندسم یا بالاخره تحصیلی انجام داده، وقتی که دولت خواسته های اونو تامین نکنه و این فارغ التحصیل بشه، قطعا این یه اتفاق خیلی از لحاظ روی اتفاق خیلی بزرگ و ناگواری براش میفته. چون خود خودکشی یه چیزی که اول باید آدم توی ذهن خودش یه سری مراحل و یه سری اقدامات رو تو ذهن خودش انجام میده و بعد به وقوع میپیونده، و متاسفانه این موردی که داریم که به خاطر سطح توقع جوانان میرن توی یه سری مراحل آموزشی و بعد خواستشون تامین نمیشه و این از لحاظ روحی شکست میخورن، اذیت میشن و دست به یه سری اقدامات میزنن. و یه مورد دیگه هم که هست من اضافه کنم، یه مورد از زمان دقیقا کودکی، حالا که قطعا ما همه ما دوستان تجربه کردیم اینو که یه سری تعزیه خوانی هایی ما توی خیابان، توی خیابان ها یا توی مراسم هایی داشتیم که با شمشیر میذاشتن دنبال همدیگه و یه تعزیه حالا میگفتن بهش، و این خودش باعث میشه که روحیه کودک یا جوون رو ببره به سمتی که بالاخره از لحاظ روحیه جوون رو آماده کنه برای خشن شدن، برای انجام یه سری حرکات اینچنینی، و این خودش یه واقعا میشه بگی اولین مشکله. چرا؟ چون این اتفاقات یه زمانی داره اتفاق میفته، این موارد زمانی داره در جلو کودکان انجام میشه که با روحیهشون سریع تو روحیهشون اثر میذاره و
در گذر زمان این یه خورده بزرگ میشه که الان حالا قضیه که داریم میبینیم واقعا داره به قول مرفوع اون قیمه کشی و نمیدونم چاقو کشی و اینا توی ایران داره به سنین خیلی پایین میرسه. حالا بگذاریم از سن 30 و 40 سال، حالا بالاخره ولی داریم یا تو سن 15 سال 10 سال، حتی یه مدت پیش دیدیم دقیقا یه مورد بود، بچه های شاید بگم 8 ساله بود یه گروه تشکیل داده بودن و داشتن قیمه کشی میکردن و این میشه بگی این یه خورده روحیه کودکان و دقیقا یه سری مراحلی هست که با روحیه کودکان سازگار نیست و دارن انجام میدن. ممنونم که این وقت رو در اختیار من گذاشتید. سپاسگزارم جناب آقای فروخی، کاملا درست میفرمایید. بله، همون صحبتی که منم عرض کردم خدمتون، این بحث عادی سازیه، در واقع عادی سازیه مردنه، در واقع یه جوری این مردن رو خیلی راحت نشون میدن که حالا اون جوانم میاد به این فکر میکنه خب چه اتفاقی ممکنه بیفته دیگه، منم میمیرم تموم میشه میره، و اصلا به این که فکر بکنه که تلاش بکنه و اون مشکلش رو حل بکنه اصلا دیگه به اونجا فکر نمیکنه. البته که دولت و حکومت مسبب تمام این چیزاست، چون در واقع دولتی که حاکم بر یک کشور و داره اداره میکنه اون کشور رو موظفه که تمامی امکانات لازم رو برای تحصیل، حالا اشتغال، ازدواج، فرق نمیکنه، تمامی این حق و حقوق برای شهرونداش قائل باشه و براشون انجام بده. ولی وقتی یه حکومتی انجام نمیده و شونه خالی میکنه، خب اون جوانم دیگه هیچ امیدی به آیندهش نداره، چون واقعا میبینه که میبینه هر چقدر تلاش بکنه باز هم ممکنه به جایی نرسه. و همونجور هم که آقای بلواردی گفتن، همه مثل هم نیستن، بعضیا حالا با این قضیه ممکنه کنار بیان و بعضیا هم یک لحظه آنی ممکنه یک تصمیمی بگیرن که به همه چی خاتمه بده. خانم رهایی یا آقای نریمان نژاد، بفرمایید، خواهش میکنم، وقت در اختیار شماست. سلام دوباره خدمت همکاران و تشکر از آقای ستنگری به خاطر سخنرانی خوبشون و نقطه نظر همه دوستان عزیز. همونجور که همه همکاران اشاره کردن، واقعا مشکل معیشت انقدر شدید شده که توی همه اقشار، حالا نوجوان، همه قشرهای جامعه، و ما یه قشری از جامعه رو که میبینیم درگیر خودکشی به خاطر مشکل معیشتی شدن و واقعا وحشتناک. معلمان هستن، یعنی معلمان که دیگه توی هر جامعه و کشوری واقعا اساسی ترین دیگه مسئولیت آموزش و پرورش یک کشور دستشونه. یعنی اگه معلمی نباشه واقعا فرهنگ و آگاهی نمیمونه برای نسل جدیدی که بخواد پا بگیره. و حالا نمیدونم، واقعا من حس کنم این مشکلات یه جورایی برنامه ریزی شده و یه جوریه که بخواد این فرهنگ ایران از بین بره. چون یه جامعه مثل آلمان که حالا ما خودمون هستیم، موقعی که مرکل بود حتی اینطوری اعلام میکرد که یه معلم برای اینکه اصلاً دغدغه فکری و آرامش داشته باشه تا بتونه جامعهمون رو پرورش بده، باید حتی پشت چراغ قرمز نمونه، اینقدر باید آسایش فکری داشته باشه. حالا تو جامعه ما، توی کشور ما، معلم اینقدر دغدغه مسائل و مشکلات زیاد، مخصوصا مشکلات مالی دارن که فقط و فقط من حس میکنم این تنها راه حل خودکشی میرن، چون نمیتونن خانواده خودش رو تامین کنه. چطوری میخواد کسی که اینقدر دغدغه فکری داره، چطور میتونه یه دانش آموز رو به آگاهی برسونه و خیلی چیزا رو به دانش آموزان مثلا یاد بده؟ این واقعا یه مشکل بزرگ و اساسیه. مرسی از وقتی که در اختیار من گذاشتین، من مطرح میکنم. سپاسگزارم خانم رهایی. بله دیگه، متاسفانه توی تمامی اقشار جامعه این اتفاق داره میفته. حالا یه قشر هم معلم ها هستن که توی این چند وقته اخبارش هم زیاد شنیدیم. سپاسگزار از همه دوستان و همچنین از آقای سنگری. از سخنران بعدی دعوت میکنم جناب آقای حسن حمزه‌زاده،
با موضوع عدالت اجتماعی. جناب آقای حمزه‌زاده بفرمایید، خواهش میکنم، مایک در اختیار شماست. مایکتون بسته است آقای حمزه‌زاده، لطفا اول مایکتون رو باز بکنید. با عرض درود خدمت دوستان، صدای من هستش؟ درود بر شما، بله بفرمایید. 20 فوریه روز جهانی عدالت اجتماعی. جهانی عاری از ظلم، تبعیض و بی‌عدالتی و سرشار از امنیت و عدالت مهمترین آمال و آرزوی جوامع بشری است. تحقق و تأمین عدالت، به ویژه عدالت اجتماعی، به تلاش‌های گسترده همگانی و مستمر نیازمند است. دبیرکل سازمان ملل متحد امسال در پیامی خواهان تضمین توانایی دسترسی همه مردم جهان به فرصت‌ها به فرصت‌هایی برای بهبود زندگی خود و دیگران بدون اهمال تبعیض گردید. وی افزود روز جهانی عدالت اجتماعی ضرورت ایجاد آینده‌ای همراه با کرامت برای همگان را مشخص می‌کند. عدالت اجتماعی در ایران یک شعار و دیگر هیچ. عدالت و رسیدن به آن در حقوق اجتماعی اقشار مختلف مردم یکی از دغدغه‌های ادیان، مکاتب فکری و اندیشمندان بوده است. در سایر ادیان و همچنین مکاتب مختلف سیاسی، اجتماعی و اقتصادی که بسیاری از متفکران سیاسی و دینی، دیگر اندیشمندان اقتصادی و سیاسی در نظریات خود به این دغدغه مهم توجه داشتند. انقلاب‌ها و جنبش‌های سیاسی اجتماعی نیز بر مبنای رسیدن به این هدف بنیان‌گذاری شدند. اگرچه بسیاری از آنها در نهایت با شکست مواجه گردیده‌اند و چه بسیار انسان‌هایی را فدا ساختند. نگرش چپ‌ها به عدالت به مفهوم تساوی افراد با شکست سنگینی مواجه شد. آنگونه که عمده نظام‌های کمونیستی نتوانستند رضایت شهروندان خود را فراهم آورند. نظام کمونیستی تفاوت‌های فردی و گوناگونی استعدادها را مد نظر قرار نداشت. در چنین نظام‌هایی طبقه کوچک از ثروتمندان مبتنی بر ساختار قدرت، نه استعداد و توانایی ذاتی، رشد می‌یابند و در نهایت اکثر مردم در حد گذران زندگی عمر می‌گذرانند. چنین نظام‌هایی تجربه تاریخی تلخی را مردم نشان دادند که نه تنها عدالتی در آن نبوده که بی‌عدالتی در آن موج می‌زد. نگرش دیگر به عدالت که برخواسته از توان و استعداد بشری است، نگرش فرصت یکسان به عدالت است. در این نگرش دولت مردان موظف هستند با ایجاد قوانین و ضمانت اجرا فرصت‌های یکسان برای شهروندان خود به وجود آورند. این فرصت‌ها آموزشی، اجتماعی، اقتصادی و حتی سیاسی خواهد. مسلماً در جوامع توسعه یافته چنین دستاوردی وجود دارد و تقریباً میدان نزدیک است. فرصت برابر اجازه شکوفایی همه استعدادها را ایجاد خواهد نمود و این امکان را فراهم خواهد ساخت که افراد بر اساس تلاش و استعدادهای خود به اهداف عالی دست یابند. در واقع در چنین جوامعی این روابط اجتماعی، نسبت خاندانی و یا ثروت و یا موقعیت سیاسی شما نیست که موجب رشد شما خواهد شد، چرا که موقعیت برای همه افراد جامعه فراهم خواهد بود. اگرچه رسیدن به چنین جامعه‌ای دور از دسترس است، ولی نزدیک شدن به آن غیر قابل باور نیست. هرچند جامعه ایرانی به نسبت بسیاری از کشورها از آن فاصله دارد. تحقق عدالت اجتماعی در دولت‌های ایران به ویژه پس از انقلاب یکی از شعارهای مهم سیاست پیشگان جمهوری اسلامی بوده است. قضاوت در مورد میزان و موفقیت این سیاستمداران در تحقق آن و همچنین نگرش آن نسبت به عدالت بحث و فرآیندی پیچیده‌ای است که باید با توجه به شرایط محیطی و زمانی مورد بررسی قرار گیرد. اما نیم نگاهی به موضوعات ساده در جامعه نشان می‌دهد که ما تا ایجاد فرصت برای شهروندان فاصله زیادی داریم. آیا امکانات شهرهای بزرگ و متوسط ایران همرده و یا نزدیک به هم است؟ آیا روستاها و شهرهای کوچک از امکانات درخور اجتماعی و آموزشی بهره‌مند است؟ آیا طی چندین سال اخیر دانش آموزان شهرها و روستاها از فرصت‌های یکسانی بهره‌مند بودند؟ آیا تحصیلات عالیه طبقه خاص در بهترین دانشگاه‌های کشور ناشی از استعداد آنها بوده است؟ و البته هزاران سوال از این دست. سرکشی به بیمارستان‌های دولتی به خصوص تأمین اجتماعی و مراکز خصوصی نیز میزان ایجاد فرصت‌های درمانی مناسب برای همه اقشار جامعه را مشخص می‌سازد.
نحوه برخورد کارکنان و پزشکان بخش دولتی، میزان نظافت و تمیزی افراد و بخش‌ها و همچنین کیفیت رسیدگی به افراد، همه ناظر این قضیه هستند که افراد دارای تمکن مادی، شایسته امکانات درمانی و شانس زنده ماندن بیشتری به نسبت سایر افراد جامعه خواهد داشت. البته این شانس به هیچ وجه قابل مقایسه نیست. یعنی مجموعه و ساختار یک سیستم مستبد و ضد مردمی را به وجود می آورد که تمام اجزایش به همدیگر ربط دارند. در نتیجه تبعیض علیه ملیت‌های ایرانی نظیر بلوچ، کرد، عرب، ترک، ترکمن و غیره نمی‌تواند جدا باشد از تبعیض مثلا علیه زنان یا تبعیض علیه ادیان و مذاهب. مسلماً هیچ کدام از این موارد با عدالت اجتماعی سنخیتی ندارد. آموزش همگانی بهداشت و خدمات اجتماعی زمینه رشد و ارتقاء اجتماعی و بهداشت روانی و همچنین فرصت‌های تحصیلات عالیه باید برای همه افراد جامعه آماده و میسر گردد. به عبارتی فرصت‌های اجتماعی باید برای همه یکسان باشد. در چنین فضایی عدالت اجتماعی مفهوم خواهد داشت. در حالی که همگان به خوبی می‌دانیم جوانان ایرانی حتی در انتخاب و یا یافتن شغل‌های حداقلی با تبعیض‌های آشکاری مواجهند. در زمینه تحصیلات دانشگاهی عالیه هم با چنین مشکلات تبعیض آمیزی دست و پنجه نرم می کنند که یکی از جدیدترین نمونه های آن بحث بورسیه دانشگاه ها بوده است. عدالت اجتماعی که پیش نیاز توسعه همه جانبه است با آموزش و تغییر بافت فرهنگی مردم، رشد نگاه برابر انسان ها به یکدیگر و پرهیز از بحث خودی و غیر خودی، قومیت گرایی یا خاندان گرایی، ایجاد سیستم‌های متمرکز و در نهایت ارائه مناسب خدمات اجتماعی مبتنی بر مالیات مردم تحقق خواهد یافت. در سیستمی که عده خود را برتر و وارسته‌تر از دیگران بدانند و خاندانی حاکمیتی ایجاد گردد، تحقق عدالت امکان پذیر نخواهد بود. در یک جامعه عدالت محور همواره امکان رشد افراد و شرکت‌های نوپا وجود خواهد داشت. آنگونه که امکان زمین خوردن شرکت‌های بزرگ وجود دارد و در این راه تنها استعداد و تلاش انسان‌ها حرف اول را خواهد زد. ما تا ایجاد چنین جامعه‌ای راهی طولانی در پیش داریم. چهره خیابان‌ها، کودکان کار، واحدهای آپارتمانی با متراژ کمتر از 40 متر و زندگی سخت اقشار مختلف ایرانی و بسیاری از نمودهای اجتماعی دیگر نشان از این دارد که عدالت در جامعه ایرانی در عمل هنوز واژه غریب و برای درصد بالایی از شهروندان ایرانی یک شوخی و بلوف است که هر از گاهی و صرفا در مقاطعی چون موسوم انتخابات یا سخنرانی ها طرح می شود. اما نکته بسیار مهم در مورد اجرای عدالت مردم هست. اگر بخواهیم در جامعه عدالت به معنای واقعی اجرا بشود، باید مردم در صحنه اجتماع حضور کامل داشته باشند، حقوق خود را بفهمند و اجرای عدالت را که تأمین عادلانه آن حقوق است بخواهند. به همین جهت باید بر روی فهم و درک مردم تکیه کرد. در نتیجه مردم باید به حقوق خود واقف باشند و اگر مردم به حقوق خود واقف شدند و آن حقوق را طلب کردند، اجرای عدالت یک تضمین حتمی پیدا می کند. عدالت عبارت از اعطای حق به صاحبان حق. عدالت زمانی محقق می شود که حق صاحبان حق به آنها اعطا شود. چون عدالت برابر اعطای حق است و آزادی نیز نتیجه حق یا مترادف با آن است، بنابراین می توان چنین برداشت کرد که نسبت عدالت و آزادی یعنی آزادی برابر بر عدالت است یا مترادف و مساوی با آن. اگر عدالت مساوی با آزادی باشد، آنگاه به جای اینکه عدالت را اعطای حق به صاحبان حق تعریف کنیم، می توانیم آن را به اعطای آزادی به صاحبان آزادی تعریف نمود. در هر صورت چه آزادی نتیجه‌ای بر عدالت باشد و چه مترادف با آن، هیچ تضاهم و تعارضی بین این دو برقرار نخواهد. افزون بر این، با تحقق عدالت آزادی نیز محقق می شود و لازمه تحقق آزادی تحقق عدالت می باشد. تعارضات موجود در جامعه نیز ناشی از تعارضات عدالت با آزادی یا تعارض اقسام عدالت با یکدیگر یا تعارض اقسام آزادی با یکدیگر نیست. این تعارضات ناشی از عدم تحقق عدالت معنوی یا به تعبیر دیگر آزادی معنوی است که موجب می شود روابط بین انسان ها به تعارض بیانجامد. ممنونم که گوش کردید. امیدوارم که مورد پسند قرار گرفته باشید. سپاسگزارم جناب آقای حمزه‌زاده. متشکرم بابت سخنرانی بسیار خوبتون. از دوستان عزیز
اگر در رابطه با سخنرانی جناب آقای حمزه‌زاده نقطه نظر و دیدگاهی دارن خوشحال میشیم که شنوا باشیم. متشکرم، سپاسگزارم جناب آقای حمزه‌زاده. از دوستان عزیز پس سراغ بخش بعدیمون میریم. بخش بعدیمون بحث آزاده با موضوع حق آموزش و پرورش زبان مادری. روز 21 فوریه روز جهانی زبان مادریه. سازمان ملل از دولت‌ها میخواد که حق اقوام ساکن کشور خود رو برای آموزش به زبان مادریشون به رسمیت بشناسن و زمینه آموزش این زبان‌ها رو هم توی نظام آموزشی کشورشون فراهم بکنن. منظور از زبان مادری زبانیه که یک کودک به آن زبان نخستین کلمات رو ادا میکنه. زبانیه که انسان قبل از اینکه هیچ درکی از محیط اطراف و معنای زندگی داشته باشه با پدر و مادر خودش ارتباط برقرار میکنه. بنابراین آموزش به زبان مادری از ابتدایی ترین حقوق انسانیه که هر انسانی باید بتونه به زبان خودش صحبت بکنه، بنویسه و همینطور بخونه، که در صورت زیر پا گذاشتن این حقوق ابتدایی توسط حکومت‌ها نه تنها حق آموزش و پرورش در ماده 26 اعلامیه جهانی حقوق بشر زیر پا گذاشته میشه، بلکه ماده 1 و 2 اعلامیه جهانی حقوق بشر هم نقض میشه. به این معنیه که انسان‌ها تنها به دلیل زبان نه تنها در یک جامعه برابر نیستن، بلکه مورد تبعیض هم قرار میگیرن. و همچنین توی ماده 27 میثاق حقوق مدنی سیاسی هم به صراحت اومده که نباید افراد را از حق استفاده زبان خودشان محروم کرد. خب در ایران هم اقوام متعدد با فرهنگ‌ها و زبان‌های مختلفی وجود دارند و وجود این تنوع در کشور باعث به وجود اومدن اون فرهنگ ایرانی میشه که همیشه ما در موردش صحبت میکنیم. یعنی وقتی از فرهنگ ایرانی صحبت میکنیم منظور همه اقوام با تمام تفاوتهاییه که با هم دیگه دارن و این تنوع و گوناگونیه که معنی فرهنگ ایرانی رو میده. قانون اساسی ایران هم این حق آموزش و آموزش به زبان مادری رو توی کشور به رسمیت شناخته و توی اصل 15 قانون اساسی اومده که استفاده از زبانهای محلی و قومی در مطبوعات و رسانه‌های گروهی و تدریس ادبیات آنها در مدارس در کنار زبان فارسی آزاد است. یعنی اگه جمهوری اسلامی همین قانون نوشته شده خودش رو هم عمل می‌کرد خب خیلی خوب بود. اما متأسفانه در عمل کماکان گذشته خب چنین چیزی نیست. توی کدوم مطبوعات ما گزارش و یا مطلبی رو تا کنون به زبانی به غیر از زبان فارسی خوندیم؟ توی کدوم یکی از شبکه‌های تلویزیونی برنامه‌ای برای شناختن زبان‌های مختلفی که در ایران وجود داره ساخته شده؟ و همین شبکه‌های استانی هم که چند سالی راه اندازی شده و مثلا باید برنامه‌هایی بسازن و پخش کنن که مختص به همون استان و همون قومی که توی اون استان هست باشه، ولی خب دیدیم تقریبا هیچ برنامه‌ای مؤثر و مفیدی تا حالا ساخته نشده و اگر هم شده باشه خب تعدادش خیلی کم. مورد دیگه تدریس ادبیات زبان‌های دیگه توی برنامه‌های آموزش و پرورشه که اونم هیچ وقت هیچ جایگاهی نداشته. اکثر ما اینجا بجز زبان فارسی به زبان دیگه هم خب صحبت می‌کنیم. هر کدوم از ما متعلق به یک قوم و یک گروهی توی ایران هستیم. واقعاً در دوران تحصیل خودمون و یا حتی بچه‌هامون توی مدرسه و دانشگاه‌ها چیزی به اسم آموزش ادبیات زبان‌های دیگه مثل حالا زبان کردی یا ترکی، بلوچی و یا حالا بقیه زبان‌ها اصلا دیدیم و یا حتی کدوم یکی از ما توی مدرسه اجازه صحبت کردن به یه زبان دیگه‌ای رو داشتیم؟ و این مسئله همون تبعیضیه که من اول صحبتام بهش اشاره کردم که اینجا خودش رو به خوبی نشون میده. چرا که یه کودک وقتی توی خانواده‌ای مثلا حالا
عرب زبان یا حالا کرد باشن بزرگ میشه، وقتی به سن مهد کودک و رفتن به مدرسه میرسه با یک شک و استرس زیادی مواجه میشه و باعث افت بسیار شدید تحصیلی و از دست دادن انگیزه اون کودک میشه. و این مسئله چیزیه که سیستم آموزش پرورش ما هیچ جایگاه و اهمیتی برای اون در نظر نگرفته و در نتیجه اصل 15 قانون اساسی فقط و فقط روی کاغذ باقی میمونه. جمهوری اسلامی همیشه به تمامی مسائل موجود توی کشور به شکل سیاسی نگاه میکنه و به آموزش به زبان مادری هم همینطور از همین دید نگاه میکنه و این موضوع رو اصلا در نظر نمیگیره که این اهمیت دادن به زبانهای مختلف در ایران باعث میشه مردم با همدیگه همبستگی بیشتری داشته باشن و این شکافی که سالیان ساله که بین اقوام در ایران وجود داره از بین میره. اما چند مورده که خیلی دوست دارم نظر شما دوستان رو راجع به این موارد بشنوم و در موردش با هم یه گفتگو کنیم. یکی اینی که شما دوستان عزیز چه حد و حدودی رو برای استفاده از زبان مادری توی کشور قائل هستید و اینکه به نظر شما دوستان جمهوری اسلامی از این شکاف موجود بیان بین اقوام در ایران چه سودی میبره؟ چرا به جای اینکه بیاد شکاف میان اقوام رو کم بکنه، برعکس همیشه برعکس بوده، خودش میومده دامن میزده به این شکاف و باعث میشده اقوام با همدیگه اختلاف پیدا کنن؟ و چرا تا حالا ما مردمی که توی اون کشور داریم زندگی میکنیم هیچ وقت مطالبه گر نبودیم، مطالبه داشتن آموزش به زبان خودمون رو از دولت‌ها نکردیم، یا اگرم کرده باشیم تعدادش خیلی کم بوده و جست گریخته و مدتش هم خیلی کم بوده؟ و یه سوال دیگه هم که به شخصه برای من حالا خیلی جالب شنیدن نظرات شما اینه که الان توی این جمعی که هستیم اکثر خیلی از شما ممکنه حالا فرزند داشته باشید و فرزندتون توی مدرسه تحصیل بکنه. سوال من اینه که ماهی که الان بیرون از کشور هستیم چقدر برامون این موضوع مهمه که بچه هامون بتونن به زبان مادری خودشون آموزش بگیرن، بتونن حرف بزنن، بنویسن و یا بخونن؟ اصلا این مسئله واقعا برای شما مهمه یا نه؟ مثلا میگیم خب فارسی اصلا میخواد چیکار؟ همون آلمانی یاد بگیره بیشتر به دردش میخوره، یا حالا مثلا فارسی، عربی، کردی و یا بقیه زبون ها اصلا اهمیت نداره؟ من صحبت هم اینجا کوتاه میکنم. خوشحال میشم که نظرات شما دوستان رو در این رابطه بشنوم، در رابطه با مسائلی که مطرح کردم. از دوستان عزیز که تمایل دارن در بحث آزادمون شرکت بکنن خوشحال میشم که نظراتشون رو بشنوم. جناب آقای فروخی بفرمایید، خواهش میکنم، مایک در اختیار شماست. ممنون از شما جناب آقای ناصری از صحبتاتون. و یه مورد که هست که اینجا اضافه کنم، خود زبان مادری یه پل ارتباطی دقیقا بین مردم و جامعه ایرانه. یعنی ما توی هر قسمت از ایران زبان مادری متفاوتی داریم و این خودش پل ارتباطی بین مردمه. و یه مورد دیگه هم که هست که چرا دولت داره از اینکه مردم با زبان مادریشون یعنی با هم در تفرقه میندازه بین مردم چیه؟ این به خاطر اینکه میخواد بعضی زبان ها از یک دست شدن مردم میترسه و میخواد بعضی گروه ها رو از صحنه حذف کنه. یکی از دقیقا نقشه های جمهوری اسلامی اینه که حذف بعضی از افراد از یه صحنه های خاصیه که داره اتفاق میفته. ما اگه دیده باشیم یه اعتراضاتی که داره توی ایران داره اتفاق میفته، کردها یه تایم خاصی اعتراض میکنن، ترک ها یه تایم خاصی از خودشون و یه زمان خاصی رو اعتراض دارن، و یا بالاخره اقوام های دیگر یه زمان دیگر برای اعتراض رو انتخاب میکنن، یا اینکه همدست نیستن منظورم. و این خودش میشه بگی خواسته دولت همینه که هیچ زبانی به رسمیت شناخته نشه. اگه بخواد بیاد این
ارتباط بین اقوام و از بین نبره خودش از بین میره و یعنی تفرقه پراکنی به نفع خود دولته. ما همونطوری هم که الان دیده میبینیم الان اکثرا توی کشور اروپایی هستیم، بچه ها رو میگن از بچه از کودکی میگن فشاری بهشون نیارید برای زبان، اینا باید اول زبان مادریشون رو بلد بشن. حتی بچه هایی که میخواد الان نمیدون توی سطح آلمان برای آموزش میخواد ببرید و میخواد برن تو مدارس شرکت ثبت نام کنن، حالا اکثر مواقع که من دیدم یا شنیدم میگن نه بذارید که زبان خودشو بچه اول صحبت کنه. اصلا این نیست که شما باید از شروع کار بگی نه این چون تو آلمانه باید زبان آلمانیش خوب بشه فارسیشو بذاری کنار. اصلا خودشون اینو میگن جایی که حقوق بشر رعایت میشه این اولین موردی که هست که به زبان مادری اهمیت داده بشه. حتی مثلا توی کشور آلمان داره به زبان ما که فارسی هست توی یک کشور دیگه هستیم اهمیت داده میشه، نه ما به عرب‌ها به حالا کشورهای مختلف. ولی متاسفانه توی کشور ما این اتفاق نمیفته و مخالف همبستگی و اتحاد مردم و ترس از اتحاد و همبستگی مردم دارن توی کشور ما. ممنونم جناب آقای ناصری که این وقت رو در اختیار من گذاشتید. بله سپاسگزارم جناب فرخی، کاملا درست میگید. توی همین کشور آلمان توی خیلی از مدارس میبینیم که حالا در کنار آلمانی که دارن حالا بچه‌ها یاد میگیرن آموزششون رو، کلاس‌های فوق‌العاده‌ای تشکیل میدن برای یادگیری ادبیات زبان مادریشون. یعنی اینجا حالا اکثریت چون حالا کرد ترک هستن یا کرد هستن و یا عرب هستن، به این چند تا زبون رو من خودم میدونم که توی یه سری مدارس هستن که کلاس های فوق‌العاده میذارن که بچه ها بتونن آشنا بشن با زبون مادریشون که حالا یا ترکیه یا کردی یا عربی. ولی متاسفانه توی کشور ما اهمیت که نمیدن هیچی، اصلا کم کم کلن دارن حذفش میکنن و یه کاری میکنن که دیگه هیچ بچه اصلا ندونه که واقعا زبان مادری یعنی چی و چجوری صحبت بکنه. جناب آقای بولواردی بفرمایید، خواهش میکنم، مایک در اختیار شماست. ممنونم ازتون. بله همینجور که دوستان فرمودن، اولین پل ارتباطی بین مردم جامعه بشریت زبانه. یعنی شما اهمیت زبان رو دوستانی که خارج از کشور زندگی میکنن خیلی بهتر درک میکنن، چون شما وقتی نتونی تو هر کشوری که هستی با مردم اون کشور ارتباط نتونی برقرار کنی، حالا هر چقدر هم که شما امکانات در اختیارتون باشه ولی یه جای کارت همیشه میلنگه. ولی زمانی که شما به زبان خودشون، یعنی شما میتونی با زبان انگلیسی هم تو خیلی تو اکثر کشورهای دنیا میتونی کارت رو راه بندازی، همه تقریبا یه شناخت کم و بیشی دارن. اما به شخص خودم چون من زبان انگلیسیم بد نبود زمانی که از ایران خارج شدم، خیلی جاها کارم با زبان مثلا انگلیسی را مینداختم، ولی خب زمانی که شما با زبان مادری اون شخص، حالا آلمانی، هلندی یا هر کشوری فرق نمی‌کنه، مثلا آلمان میام، شما وقتی با یه آلمانی صحبت می‌کنی، دوستانی که تو آلمان هم میدونن خیلی برخوردش با زمانی که شما انگلیسی مثلا با صحبت می‌کنی فرق می‌کنه، خیلی بیشتر به شما اهمیت میده، خیلی بهتر با شما ارتباط برقرار میکنه. حتی من یادم هست دوستانی بودن که اول اینجا زودتر از ما اومده بودن، مثلا 15 سال 20 سال، میگفتن که نترسین شما مثلا باهاشون صحبت میکنین اگه غلط غلوتن بگین اینا منظور شما رو میفهمن، و همین که شما بهشون احترام میذارین به زبان خودشون باهاشون ارتباط برقرار میکنین بهتر با شما ارتباط برقرار میکنن. حالا تو کشور از خودم همینجوره، شما وقتی که با فرهنگ مثلا دوستان کرد یا بلوچ آشنا میشین یه همزادپنداری ناخودآگاه باشون پیدا میکنین، میگه راحتتر باشون ارتباط برقرار میکنین، مشترکاتتون رو میفهمین. خیلی مهمه که شما توی کشور زندگی میکنین ولی مثلا لور با ترک غریبه است، ترک با کرد غریبه است، یعنی ما انگار همه غریبه ایم. مثلا یه جایی که مثلا میگیم یارو ترکه، اصلا نمیگیم خب این ایرانیه ترکه، ولی میگیم ترکه، انگار مثلا یه جور غریبه است، انگار یه سیاره دیگه اومده. یا همون ترکه هم همینجور، یا کردم جو به زبان مثلا
خودش میاد صحبت میکنه مثلا برای ما خیلی عجیب و ناشناخته است، میگیم یا چی داره مثلا میگی، ولی اگه یک کوچولو ما با فرهنگشون آشنا باشیم، همونجور که زبان عربی و انگلیسی رو تدریس میکنن توی ایران، حالا دست با شکسته نه خیلی جامعه، اگه هر استانی مثلا برای خودش میومد مردم اون استان و اون زبانهای محلی شیرینشون و فرهنگ قشنگشون توضیح میداد، همه با هم ارتباط برقرار میکردن، خیلی به نظر من خیلی بهتر بود. ولی خب متاسفانه تصمیمات سیاسی، فکر میکنم نظر شخصیمه، که مردم حالا فرق نمیکنه، حتی اگر مثلا ما دو نوع مثلا لهجه فارسی حتی میداشیم تو ایران، حکومت کاری میکرد که این دو نوع با هم غریبه باشن، یعنی یه جورای حرف هم هیچ وقت نشنون. اصلا فکر من براشون مهم نیست که حالا کرد یا ترک، اون ارتباط برقرار کردنه رو میخوان یه جوری سرد بکنن. حالا مثلا تو همین آلمان خیلی تاکید میکنن تو مدارس ابتدایی و مهد کودک که به هیچ عنوان تو خونه با فرزندتون آلمانی صحبت نکنید و فقط به زبان مادری باهاش صحبت بکنید، همونجور که دوستان فرمودن. بله این حقیقت داره، مثلا به خودم فرزند خودم کوچیکه چند بار تو مهد کودک تاکید کرده بودن که شما به هیچ عنوان تو خونه باهاش آلمانی صحبت نکنید، آلمانی رو به مرور یاد میگیره، خیلی هم بهتر اون چیزی که شما میخواین بهش آموزش بدین تو جامعه خودش یاد میگیره، پس شما هم زبان مادری بهش بدین که با فرهنگ خودش آشنا بشه. ممنونم ازتون که فرصت در اختیار من بود. سپاسگزارم آقای بولواردی. سرکار خانم ابوطالبی بفرمایید، خواهش می‌کنم، با اختیار شما. سلام، مجدد همونطور که شما گفتی تو یه اصل 15 قانون اساسی ایران اومده اعلام کرده زبان خط رسمی مشترک مردم ایران فارسیه، اسناد و مکاتبات و متون رسمی و کتب درسی باید با این زبان و خط نوشته بشه، ولی استفاده از زبان‌های محلی و قومی توی مطبوعات و رسانه گروهی و تدریس ادبیات اون تو مدارس در کنار این زبان فارسی آزاد هستش. این اصل قانون اساسی ایران صریحاً حقوق گروه‌های مختلف قومی ایران رو برای آموزش و یادگیری زبان مادری اومده تضمینش کرده. به علاوه بر این که یه مصوبه شورای عالی انقلاب فرهنگی توی سال 2009 اعلام می‌کنه که یه درس انتخابی دو واحدی به زبان محلی در دانشگاه‌های منطقه ایران عرضه بشه، اما نه تنها هیچ گامی در راستای اجرای این قانون 15 از قانون اساسی و یا این مصوبه برداشته نشده، با وجود اینم هست که طبق این اظهارات وزیر آموزش و پرورش 70% دانش آموزان ایرانی رو که در دبستان ایران ثبت نام کردن دو زبانه هستن، بلکه سیاست‌های اعمال شده تو مناطق کردنشینم بیانگر این مسئله هستش. همچنین هم توی سازمان ثبت احوال نیست ثبت نام‌های کردیشون برای نوزادان خودشون خودداری می‌کنن و اداره نظارت بر اماکن عمومی هم در نیروی انتظامی ایران مرتباً واحدهای تجاری که به نام‌های کردی روی خودشون گذاشته میشن و تعطیل و پلم می‌کنن. ایران به عنوان یک دولت عضو سازمان ملل متحد تو ماده 9 قانون مدنی اذعان میکنه که در برابر همه پیمان‌نامه های بین المللی که اونا رو امضا کردن مسئول هستش و این پیمان‌نامه ها حکم قوانین داخلی رو دارن. همانطور هم که گفته شد توی اصل قانون اساسی 15 ایران حق تحصیل به زبان مادری و به ملیت های ایران تو مناطق سکونتشون داده بشه، ولی دولت از اجرای اون خودداری کرد و مشخص هم نیست که چه کسی مسئول اجرای این تحصیل به زبان مادری هستش، ولی باز هم همچون یکی از اصل‌های قانون اساسی لازمه که این دولت اقدامات لازم رو جهت اجرای اون به عمل بیاره و پایبندی خودش رو به این اصل 15 قانون اساسی و 9 قانون مدنی ایران ثابتش کنه. اما ما داریم می‌بینیم طی مدت 34 سال که گذشته دولت هیچ اقدامی در این راستا انجام نداده و در این حالی است که در چند سال گذشته تو زمان انتخابات ریاست جمهوری بعضی از کاندیداها شعار تحصیل به زبان مادری اومدن سرودن، ولی پس از رسیدن به ریاست جمهوری به بهانه‌های ممانعت تیپ‌های از حکومت وعده‌های انتخابی خودشون رو فراموش کردن. آقای روحانی در زمان تبلیغاتش انتخابات این شعار رو مسر داد و از این طریق رأیش رو به دست آورد. از اقلیت‌های مثل کرد، بلوچ، عرب، ترک رأیش رو به خودش اختصاص داد. اما اکنون ما داریم می‌بینیم که هر بار به بهانه‌های مختلفی این مسئله رو اومدن به تعویق انداختن و
و در تازه ترین موضع‌گیری هاشون تو فرهنگستان زبان فارسی با این پیشنهاد دولت شدیداً برخورد نموده، بدون آنکه کمترین اهمیتی به این قانون اساسی و این وعده های ریاست جمهوری خودشون بدن. شاید هم چنین نباشه و اونا میدونن که قانون اساسی ایران در این رابطه چه گفته و به چه تعهداتی در برابر این پیمان‌نامه‌ها و این وعده هاشون عمل کرده. اما این خاصیت هر نظام دیکتاتوریه که هرگاه سخن از یه اقلیت ملی در مورد تحصیل به زبان مادری به میان میاد، اون رو بر نمیتابند، زیرا یکی از راه‌های بین‌الملل بردن ملت کرده که از بین بردن زبانشونه. حاکمان بر این حقیقت واقفن که زبان یکی از مهمترین پایه‌های بنای فرهنگه و اگه زبان به رسمیت شناخته نشه و در مدارس هم نیاد تدریس بشه و در بازار و اداره‌ها و رسانه‌ها مورد استفاده قرار نگیره، هویت این ملت حفظ که نخواهد شد و در واقع این نشانه ای انکار شخصیت اون ملت است. همانطور هم که گفته شد، زبان نقش بسیار مهمی رو در حفظ فرهنگ هر ملیتی داره و استفاده از زبان درک انسان رو افزایش پیدا می‌کنه و توانایی‌هاش رو در ایفای این نقش فعال به جامعه بالا می‌بره. اما ممنوع کردن تحصیل به زبان مادری موجب محرومیت ملتی و فرهنگی میشه که در این راه رشد تعالیش رو بخواد مسدود کنه. ممنون از اینکه این فرصت رو در اختیار من گذاشتید. صحبتم تموم شد. سپاسگزارم خانم ابوطالبی. در رابطه با مطالبی که فرمودین، دو تا مطلب. یکی این که در رابطه با قوانینی که جمهوری اسلامی کلا می‌نویسه، همیشه خب اکثر موقعات همینجوری بوده دیگه، قانون خودش میاد تصویب میکنه ولی خودش به اون عمل نمیکنه. حالا یکیش همین اصل 15. ما برای پیروان سایر ادیان هم میبینیم هم به همین شکله، یعنی میاد خیلی صراحتا مینویسه که در واقع تشیع هست مذهب رسمی کشور و اثنا عشری، ولی بقیه ادیان، حالا اسمم برده، مسیحیان، کلیمیان، زرتشتیان، در کنارش آزادن و میتونن آزادانه، اینم به صراحت گفته، آزادانه بتونن مراسم خودشون رو به جا بیارن. ولی در عمل داریم میبینیم که اصلا هیچ وقت همچین اتفاقی نمیفته و همون مسیحیایی که خودش به رسمیت میشناسه همیشه محدودشون کرده، حالا اینکه پست‌های مدیریتی داشته باشن که اصلا اون یه شوخیه و اصلا هیچ وقت اتفاق نمیفته، ولی همون در حد اجرای مراسم هم همیشه محدود بوده. اون بحث نوکیشای مسیحی هم که به مسیحیت یا بقیه ادیان فرق نمی‌کنه، به اون بقیه ادیان می‌گیرن، اونا باز همین مشکلاتو دارن، علاوه بر اینکه محدود میشن تازه به اونا یه سری انگ جرمای سیاسی هم میزنن که مبارزه علیه چه میدونم حکم محارب بهش میدن یا اینکه تبلیغ علیه نظام و و و بقیه حکمایی که به این عزیزان میدن. در رابطه با زبان مادری هم همینطوره، خودشون اومدن تصویب کردن که در کنار زبان فارسی زبان مادری آزاده، ولی در عمل داریم میبینیم توی مدارس هیچ وقت این اتفاق نمیفته و همیشه جلوی این کار گرفته میشه. در رابطه با مطالبی که شما فرمودین، این کلمه اقلیت چند بار استفاده کرده، حالا آقای شفایی نیست ولی حتما هم موقع بهتون تذکر میداد، هم توی سخنرانیتون دو سه بار از این کلمه استفاده کردید، هم از الان که داشتین صحبت میکردین دو سه بار از کلمه اقلیت استفاده کردید. اینم لطفا لحاظ کنید دیگه، از این کلمه استفاده نکنید. ممنونم، متشکرم. جناب آقای حمزه‌زاده بفرمایید، خواهش میکنم، ماک در اختیار شما. بار سلام دوباره. دو تا مورد بود که هم میخواستم اشاره کنم بهشون. یکی این که تفرقهی که شما میگید نه تنها بین قومیت های ایرانی هست که مثل کردا، فارسا یا عربا، بلکه الان شما بخواید با دقت بگید تو خود شهرها هم هست. شما میتونید مثلا ببینید توی آذربایجان مثلا اردبیلی و تبریزی خوب نیستن، تبریزی با ارومیه خوب نیستن، همینطور توی مثلا زبون شهر کرد بشین کردای مثلا سرندج با کرمانشاه خوب نیستن و این اختلاف همیشه بین حتی اونایی که همزبون هستن بوده و دولت جمهوری اسلامی هم همینو میخواد، ولی متاسفانه مردم چون آگاهی ندارن، اطلاعات ندارن، خیلی راحت قربانی این داستان میشن. این در صورتیه که شما الان میگید مثلا ایران یک کشور چهار فصله، یعنی شما هر موقع برید توش
زمستون و تابستون رو میبینید. من میخوام اینو بهتون بگم که اضافه کنم که همین فرهنگ هم میتونه مثل همین چهار فصل بودن یکی از چیزهای خوب ایران باشه. ما اگه مثلا تو ایران مثلا میتونیم چندین فرهنگ‌های مختلف رو نام ببریم که میتونیم توشون بریم ببینیم به صورت توریست. حالا من نمیگم توریست‌های خارجی، خود ایرانی ها. من بعد اینکه مهاجرت کردم اینو فهمیدم، قبل از اون تو ایران بودم اصلا متوجه این قضیه نبودم که آقا شما مثلا میتونید توی جنوب با فلان فرهنگ آشنا بشید، توی غرب با فلان فرهنگ، تو شمال. و خیلی جالب و الان که تو این زمان دارم به این موضوع نگاه میکنم میبینم خیلی جالبه و مردم میتونن آگاه باشن و از این موضوع استفاده کنن، نه تنها قربانی نشن بلکه استفاده کنن. ولی خب الان میبینیم متاسفانه مردم ما کاملا برعکسن و همون چیزی که جمهوری اسلامی ایران میخواد و دارن انجام میدن. طرف مثلا زبونش ترکه با تبریزیه بده، تبریزیه مثلا با ارمیه بده، یا حتی خود کردها همچین داستانی هست. و به نظر من این تنها زمانی درست میشه و اگه بخوایم یه راه حل براش پیدا کنیم، زمانیه که اول آدم ها خودشون رو درست کنن و اون طرز فکری که خودشون دارن رو صحیح کنن و این طرز فکر رو به بچه هاشون انتقال بدن. چون الان من خیلی دیدم طرف مثلا 50 سالش 3 تا بچه داره، جلوی بچه هاش برمیگرده مثلا میگه کردها فلانن یا مثلا ترکا فلانن. خب این تو ذهن اون بچه میمونه تا آخر، به همین منوال میاد بالا و اونم میشه لنگه همون پدر یا مادر خودش. به نظر من اول آدم ها باید خودشون رو، این طرز دیدگاه خودشون رو درست کنن، قربانی نباشن، آگاه باشن و این آگاهی رو به بچه هاشون انتقال بدن. این تنها کمترین کاری که میتونن انجام بدن. ممنون که این فرصت رو در اختیار من داشتید. بله آقای عبدالزاده، به نکته خیلی خوبی اشاره کردید. بحث آموزش و آگاهی واقعا نباید چیزی نیست که بخوایم راحت از کنارش رد بشیم و در موردش صحبت نکنیم. ببین تا یه بخشش حکومت مقصره، قبولم داریم، مثلا هیچ صحبتی هم توش نیست، ولی خب یه بخشش هم برمیگرده به خود مردم که مردم یه ذره روی خودشون کار بکنن. بالاخره اون حکومت توی خونه من که نیست که ببینم مثلا من به بچه‌م دارم چی یاد میدم در رابطه با فلان قوم، میام حرف بد میزنم یا میام حرف خوب میزنم. من میتونم بچه‌مو خیلی خوب آگاه بکنم که وقتی که بزرگتر میشه دیگه اون حکومت هر کاری هم که بکنه نتونه اون طرز فکر اون بچه رو عوض بکنه و به جایی برسه که دیگه روزی باشه که تمام قومیت‌ها برای همه اقوام محترم باشن و هیچ کس به این فکر نکنه که من کردم از ترک بالاترم یا اگه ترکم از عرب بالاترم و و بقیه چیزا. همه و همه با هم برابریم، باید به همدیگه احترام بذاریم. و این تنوع قومیتی هم که فرمودین توی کشورمون، خب بله، اگر شاید خیلی از کشورهای دنیا اگه همچین تنوع قومیتی توی کشور داشته باشن میان نهایت استفاده رو از این میبرن و پولسازی میکنن، حتی بگم پولسازی میکنن با این تنوع قومیتی. یعنی میان رو بخش توریست سرمایه گذاری میکنن، معرفیش میکنن به بقیه دنیا، در موردش صحبت میکنن، برنامه سازی میکنن، مهمان دعوت میکنن و و و بقیه کارا. ولی جمهوری اسلامی علاوه بر این که نمیاد همچی کاری بکنه، خودش میاد تخریب میکنه که مردمی که توی همین کشور هم هستن، توی ایران ساکن هستن، به همدیگه احترام نذارن. من صحبت هم کوتاه میکنم. جناب آقای پرویزی بفرمایید، خواهش میکنم، مایک در اختیار شماست. ممنونم جناب ناصری عزیز، ممنونم از صحبت خوب دوستان. من فقط میخواستم یه توضیح بدم در مورد اینکه اول قبل از توضیح هم من یکی دو بار کلمه عرب زبان هم شنیدم. ما عرب زبان نداریم، ما عرب ایران داریم، قوم عرب داریم که در ایران دارن زندگی میکنن. و الان به خودشون هم بگید شما عرب زبانی، خب بهشون بر میخوره، این توهینه بهشون. این رو خواستم فقط خدمتتون عرض کنم که یه وقتی اشتباه نشه تو این مسئله. اما خانم ابوطالبی در مورد اصل 15 قانون اساسی به خوبی توضیح دادن. یه خبر هم جدیداً منتشر شده، فکر کنم یکی دو ماه پیش من این رو شنیدم و خوندم، اینکه کمیسیون آموزش مجلس موافقت کرد با طرح آموزش
تدریس زبان مادری در مدارس، البته از سال 1402 سال تحصیلی 1402-1403، اما یه تفاوتی هم که داره اینه که این موافقت بعد از 42 سال از قانون اساسی که خودشون نوشتن اتفاق افتاده و اون هم فقط در دو تا که حالا خودش جای خیلی بحث داره، فقط در دو مقطع تحصیلی که فکر کنم اگر اشتباه نکنم کلاس هفتم و کلاس دهم و اونم هفته ای 2 ساعت، یعنی یک جورایی فقط انگار اومدن که یک مقداری جبر رو آروم کنن برای اینکه خب در یک دهه حداقل در یک دهه اخیر فعالین این حوزه خیلی تلاش کردن که بتونن این قانون رو تغییر بدن و این زبان مادری رو به رسمیت بشناسن، چون که این عجین شده با فرهنگ ایرانه. البته اینم خدمتتون عرض کنم، این که ما بگیم قومیت‌ها با هم مشکل دارن، این یک فرهنگی که از قدیم شاید از هزاران سال پیش تا الان بوده، نه که الان مختص الانه، ولی جمهوری اسلامی ایران این رو تشدید کرد و اینکه بعدش هم نمیاد این اتفاق بیفته، ولی این اختلاف قومیت ها از قدیم الایام بوده، نه اینکه شما تاریخ رو هم بخونید ببینید که قومیت ها کاملا با هم در مواقع مختلف اصلا جنگ هم داشتن حتی. ولی خب میگم جای بحث داره اینکه این چرا این 42 سال این اتفاق نیفتاد و جای بحث داره که چرا حالا که این اتفاق افتاده چرا فقط در 2 مقطع تحصیلی این اتفاق افتاده و چرا سال 1402-1403 باید شروع بشه، چرا از امسال شروع نشد. یعنی همه اینها بحثه که باید در موردش به نظرم بحث بشه و پرداخته بشه. ولی از طرف دیگه هم اگر نگاه کنیم میبینیم که ما سال گذشته یا نمیدونم شاید همین امسال اگر اشتباه نکنم، ما خانم زهرا محمدی رو داریم که برای تدریس زبان مادری در حالا زبان کردی ابتدا به 10 سال حبس محکوم شد و الان خب تایید شد که کمش کردن و 5 سال تایید کردن، یعنی الان 5 سال زندان ایشون باید حبس رو تحمل کنه و با اون اتفاقاتی که میفته طبیعیه که خب تو این 5 سال مثل همه زنان فعال در این حوزه چه اتفاقاتی قراره براش بیفته. خب باز پرونده سازی براش میشه، باز یعنی همچنان این شخص با وجود اینکه در قانون اساسی به صراحت اعلام شده که تدریس زبان مادری در کنار ادبیات فارسی هیچ مشکلی نداره، همچنان در زندانه و من نمیدونم بر اساس چه قانون مجازاتی اومدن، حالا کجای این قانون مجازات این مشخص شده که این شخص باید اینقدر حبس بکشه و اصلا زندان بشه یا بازداشت بشه بابت این مسئله. ممنونم، مرسی، من فقط خواستم همین توضیحات رو بدم و مرسی از اینکه وقت در اختیارم قرار دادید. سپاسگزارم جناب پرویزی. در رابطه با این قانونی که تصویب کردن، بله خب سال 1402 گفتن اجرایی میشه، ولی خب جمهوری اسلامی همیشه نشون داده قابل اعتماد نیست و هیچ وقت پای حرفایی که میزنه نمیمونه، همونجوری که الان شما اشاره کردی خانم محمدی، به خاطر فقط تدریس زبان مادری که تازه توی قانون اساسی هم مشروعیت داره و تصویب شده الان توی زندانه و این نشون میده که جمهوری اسلامی هیچ وقت قابل اعتماد نبوده و نیست به نظر من و نخواهد بود. جناب آقای دانایی توس بفرمایید، خواهش میکنم، مایک در اختیار شماست. من سلام مجدد میکنم خدمت همکاران. من میخواستم به چند نکته اشاره کنم. این که زبان مادری به عنوان یک گنجینه واقعا یک گنجه برای نه تنها ایران، در کل جهان به عنوان یک گنجینه نامحسوس از طرف سازمان یونسکو شناخته میشه و نه باید حفظ بشه واقعا، چون که پیشینه تاریخی هر قوم و ملت و هر طایفه بگیری زبان مادریش است. متاسفانه من خودم زبان کردی
من کرد هستم و زبان کردی الان من نمیتونم اصلا بخونم و بنویسم و اصلا هم تا وقتی که مثلا من دانشگاه رفتم اصلا این قضیه رو الان مثلا خیلی کم میتونم بخونم و نوشتن که اصلا، ولی چقدر بهتر میشد که من از همون ابتدا میتونستم یاد بگیرم که حداقل خوندنشو و نوشتنشو یاد میگرفتم تا اینو مثلا برای نسلهای بعد من بتونم حفظ بکنم این زبان مادری. دوم قضیه این خانم زهرا محمدی بود که شما اشاره کردین. خانم زهرا محمدی فقط به خاطر تدریس زبان کردیه، نه تنها خانم زهرا محمدی و یک شخص دیگه هم هست من الان حضور ذهن ندارم که ایشون هم الان تو زندانن به خاطر تدریس زبان کردی. به نظر من همه فرهنگا، همه قومیت ها، ملیت ها باید در راستای حفظ زبان مادری کوشش کنن واقعا، چون که واقعا یک گنج و باید ازش خوب نگهداری کنیم، نه اینو به فراموشی بسپاریم و کاری کنیم که یک زبان غالب بشه. مرسی که از وقتی که به من دادین، ممنون. من مایک رو متشکرم جناب آقای دانایی طوس. برای همجور که فهمیدی البته خانم محمدی حالا درسته برای اون بحث زبان مادری توی زندانه، ولی که خب جمهوری اسلامی همینجوری مد یک در واقع جرمی رو به اون خانم نسبت داده به عنوان اقدام علیه امنیت کشور، در واقع تشکیل گروه برای اقدام علیه امنیت کشور، یه همچین حکمی من فکر میکنم بهش داده باشن، برای همین 10 سال حبس براش بریدن. و همین من صحبتامو کوتاه میکنم. جناب خانم سرکا خانم رضاوت بفرمایید، خواهش میکنم، مایک در اختیار شماست. خسته نباشید. این از اون موضوعاتی هستش که همیشه جلب توجه میکنه و برامونم مهم هستش و امیدوارم بتونیم به نتیجه برسیم. عرضم به حضورتون که آقای پرویزی درست میفرمایند. ببینید یک مطلب، من چند تا مطلب رو میخوام بگم. یکی در ارتباط با تدریس زبان مادری، خب تو قانون اساسی ما اصل 15 که قشنگ میگه استفاده از زبانهای محلی و قومی تو مطبوعات و رسانه‌های گروهی و تدریس ادبیاتشون تو مدارس در کنار زبان فارسی آزاد است. یعنی این اصلا نقص کامل زندان کردن این آدم. شاعرای کرد به کردی شعر میگن، فرق نمیکنه ترک زبان هم، ما نه باید یه گروه خاصی رو اسم ببریم. و من فقط یادم زمانی که آقای خاتمی حالا دولت نمیدونم سال 98 یادم نیست دقیقا زمانش، دوره 11 هم اومدن تدریس تو دانشگاه آزاد کردن، مقدار گذاشتن هم برای کردی هم ترک زبان، نمیدونم هنوز ادامه داره یا نه حقیقتش، تو دانشگاه. بعد گفتن یکی از مشکلاتمون اینه هستش که معلم‌های متخصص با این زبان نداریم. خب درسته که بگیم چرا اون موقع، چرا 1402. ببینید یه خورده بیایم ما میگه یه مؤسس خرس کندن غنیمته، این که حالا یه قدم برداشتن خیلی مهمه، حالا 1402، ولی ما در واقع کنار نشینیم پیگیری کنیم 1402 اتفاق بیفته، ما ادامه بدیم فشار بیاریم که حتما این قضیه اتفاق بیفته و پیگیری کنیم، چون که این همه سال منتظر شدیم، 2 سال هم روش، ولی نه بگیم همین الان اجرا بشه، ولی به شدت پیگیر باشیم که نگذاریم یه وقت مانعش بشن. یکی مسئله است. مسئله دوم، دوستان صحبت کردن در ارتباط با اینکه اقوام، ببینید اگه من میگم که شما کجایی هستید، میگم فلانی ترکه ها، این توهین نیست. یا این میگه فلانی بلوچه ها، فلانی کرده ها، این توهین نیست. بیاد اینو به عنوان مقابل هم بودن در نظر نگیریم، چون ایران یعنی مجموعه ای از قومیت ها، یعنی اگه تک تک این قوم ها برن چیزی به اسم ایران وجود شما نمیبینید، شاید آلمان، شاید ترکیه، که ترکیه هست همش ترک هست، یه بخشش که اونم کردای ایران هست که حالا شده جزء اونا، برداری همه ترک هست، همه ارمنی هست، همه یک پارچن، اما ایران قوم ها رو ازش بگیرید کشوری به اسم ایران وجود نداره. به طب مثل این که من بیام بگم شما از کدوم شهری، بگم من از شیراز میام، من از آذربایجان میام، من از اصفهان میام، اینم مثل همون در نظرش بگیری به عنوان طور. من خودم اصالتا کردم،
متاسفانه من نمیتونم صحبت کنم. درست گفتن دوستمون، حالا ایشون میگه نمیتونم بنویسم. من حتی صحبتم و دوستای کردم که کردای ترکیه سوریه میان یک کلمه بلدم میدونم میفهمم، ولی نمیتونم به کردی بهشون میگم نمیتونم صحبت کنم. این تاسفه برای من البته. چرا؟ چون پدر من میگه وقتی شما بچه، من خودم بچه بودم اومدم تهران با لهجه حرف میزدم، به من میخندیدن، نگران بودم به شما هم بخندم، ولی پشیمون شدم. اما منی که فارس هم شدم، به فارسی دارم صحبت میکنم، من دیدم تو دانشگاه دوست من که به زبان کردی حرف میزد، بچه ها میرفتن گوش میکردن، میگفت اینقدر این زیباست، مثل شعره، مثل اینگاه آهنگه، و ما میرفتیم گوش میکردیم، یا کسی که به زبان تبریزی صحبت میکرد لذت میبردیم. خوشبختانه بین کشورهایی که من اینجا دیدم، ترکیه، سوریه، عراق، ایران رو میتونم بگم و بعدش عراق، تنها کشوریه که اونقدر روی همدیگه زوم نکردیم که وای با کردا حرف نزن، با ترکا حرف نزن، با بلوچا حرف نزن، اصلا اینجا چیزا نبوده. اما خود ترکا دیدم که ترکیه که نه، این کرد ما نمیخوام خود مشکلات اینها بشیم، یا تو سوریه اینا عربن یا فلان، ما خیلی بهتره، فرهنگمون اونقدر غنی هست. و بعدش هم این که ما هممون ریشه داریم، فقط یه مقدار یه گروه های هستن که اونم تبلیغات فکر میکنم خود جمهوری اسلامیه که اختلاف بندازه حکومت بکنه، که اومده به جون فارس ها، این فارس ها علم مدن حکومت هم ما گرفته. از این صحبت ها نیست، خود آقای خامنه‌ای اصلا میگن طور که من نمیدونم، ولی درستم اهل مشهده، یا خیلی هاشون آقای نمیدونم که مال لوره، همشون یه قومیتی دارن. نذاریم این حرف ها باعث بشه که ما بگیم که اینا باعث اختلافه، نه خودمون بگیم نه اینا اختلاف نیست، اینا هیچ مشکل ایجاد نمیکنه. از قدیم هم که اگه بوده، ولی ایران از اون کشورهایی بوده همه ادیان و همه قوم ها کنار هم خوب زندگی کردن و این سوال ها جواب ها باعث اختلاف نیست. یه گروه های خاصی هم من بارها دیدم توی اینستاگرام ها و این قسمت ها دیدم که شخصی اومده میگه ترک ها اینجورن، کرد ها اونطورن، و شخص اومده من خودم اهل تبریزم و به همه اقوام احترام میذارم. این مسائل هست، بیان بگیم اینها رو به عنوان اختلاف در نظر نگیریم، چون تشدید میکنه اینها. ممنونم از شما، من ماک رو رها میکنم. من خودم به عنوان یه فعال حقوق بشر، با اینکه کردم، مقالاتم در مورد عرب ها بوده، در مورد ترک ها بوده، در مورد و در ضمن یه چیز دیگه دوستان، عرب ها رو هیچ وقت اعراب صدا نکنیم. عرب از نظر ما تو جمع فارسی فکر میکنیم یعنی عرب ها، ما جمع میخواییم ببندیم، اما دوستانی که عرب هستن میدونن توی واژه اونها به یک در واقع توهینه. همیشه اگر هم میخوام استفاده کنیم به عنوان عرب ها، و اونها عرب هستن، عرب زبان نیستن، ریشه عرب دارن. ممنونم از شما، ماک رو رها میکنم. سپاسگزارم خانم رضاوند. بله کاملا درست میفهمید دیگه، ما در ابتدا باید از خودمون شروع بکنیم. وقتی خودمون به اون آگاهی برسیم که اصلا چیزی به عنوان قوم برتر یا قوم جدا، یا این که بخوایم خودمون رو بالاتر از اون بدونیم نباشه، هیچ حکومتی نمیتونه ما رو مجبور کنه که بین خودمون تفرقه بندازیم. جناب آقای بولواردی بفرمایید، خواهش میکنم، مایک تختیار شما. ممنونم ازتون. بله همینجور که همه دوستان فرمودن، ما ایران یه چارچوبی هست از انواع زبانها، فرهنگها و قومیتهای مختلف که از قدیم الایام ما فرهنگ صادر میکردیم. یعنی الان ما در چین، در جنوب اگه اشتباه نکنم غربی چین، خیلی از شهرها حتی اسم فارسی دارن و زبان فارسی خیلی از چینی‌ها صحبت میکنن و اصلا نمادهاشون فارسیه. یا میتونم به کشورهای حاشیه خلیج، حالا دوستان بحث عربو گفتن، ولی واقعیت تاریخی و الان بحث حرف من نیست، این یه چیز علمیه که ثابت شده. الان همه میدونیم که مثلا بحرین حالا سال اواخر دهه 40 از ایران جدا شد، اینها عرب نیستن، این یه واقعیت. حالا اینها عرب زبانی ایرانی، یعنی پارس هستن. کشورهای حاشیه خلیج فارس که الان ما به عنوان کشورهای عربی میشناسیم، یا شما همین خاورمیانه که از بین النهرین شروع میشه تا شمال آفریقا، خب اینا که عرب قبلا خالی از سکنه که نبودن، که اینا همه جزء قلمروهای پادشاهی مثلا مصر بودن، یا بین النهرین که کامل در اختیار حکومت‌های ایران بوده، بابل اینا پایتخت‌ها بودن، مثلا شما اصلا پایگاه داشتن اونجا. همین کشور عراق، شما عراق معنی عراق رو که برین در بیارین میگفتن عراق عرب،
منظورشون قسمت ایرانی قبلا ایرانی بوده الان عرب زبان شده عراق بوده، یه استانی بوده که ایرانی ها بهش میگفتن عراق، یه منطقه بوده. بعد که شما نگاه کنید تو تمام کتاب های عربا به عنوان عراق عرب، شما حتی تو سریال مختارنامه هم که میدیدین از عراق عرب نام میشد ازش. و این سوال همیشه مثلا من خودم تو ذهنم بود که چرا اینا میگن عراق عرب، مگه قبلا عراق چی بوده؟ بعد که میریم میبینیم پایتخت حکومت وقت ایران اگه اشتباه نکنم ساسانی بوده، اصلا تو خاک عراق امروزیه، یعنی تقریبا نزدیک بغداد، همون طاق بستان. و این کلمه هم که دوستان میگن، من نظر شخصیم رو بله یه مقدار تحقیق هم کردم، بله این عرب زبان فکر میکنم درسته، عرب نیست، عرب مال اون قبیله که تو عربستان بودن در منطقه مدینه و طائف و حجاز و اون اطراف، بقیه عرب زبانن. اگرم بخوایم بیشتر دقیق بشیم که اصلا خود زبان عربی از زبان عبری گرفته شده، یعنی عربا از نسل اون اسماعیل، حالا اونا شده دیگه اصلا کار نداریم، با قومیتیش کاری نداریم. ولی این دوستانی که در چارچوب همین بین النهرین و این منطقه خودمون زندگی میکنن، اینا از قوم حالا ایرانی یا هر کسی که بودن، مثلا کردها طبق اسناد تاریخی تقریبا 3500 ساله که از جاشون حتی تکون نخوردن کردهای ایران، یعنی اسناد تاریخیش هست که اینا اصلا حتی هجرت نکردن، کوچ نکردن. یا مردم طبرستان خودمون، اینا تقریبا 4500 ساله که مثلا تو منطقه دارن زندگی میکنن، یا سمت ارومیه یا اون استانای ترک زبانمون، اونا هم همینجور، یعنی اینجور به واسطه اون کشمکش هایی که بین اقوام یا اون کشورهای همسایه بوده، یه بوره زبانشون حتی تو ترکیه، مثلا شما ترکای قشقایی با ترکای اردبیل خیلی زبانشون با هم فرق میکنه، یا حتی ترکای ترکی، چون من خودم ترک هستم، من خودم ترک قشقایی هم، یه ترک قشقایی خیلی سخت میتونه با یه ترک اردبیلی ارتباط، ولی خب همه اینا رو ما میگیم ترک. اینا به مرور زمان چیزایی بوده که وارد ایران شده، و من منکر ترکا یا زبانهای دیگه نیستم، ولی در چارچوب قلمرو ایران، ملت ایران از فرهنگا و زبانهای گوناگون بودن. اما فکر نمی کنم هیچ عربی الان توی ایران زندگی بکنه، حداقل الان، چون اینا عرب زبان است، عرب نیستن. ممنونم از سپاسگزارم جناب آقای بلواردی. این بحث آموزش زبانی که الان ما در موردش صحبت میکردیم، آموزش زبان مادری، در واقع همین صحبت که الان شما فرمودید، ما هیچ اطلاعاتی، خیلی اطلاعاتی در رابطه با بقیه اقوام نداریم، یا اگه داشته باشیم خیلی کمه. چرا؟ برای که هیچ وقت توی سیستم آموزشی ما این نبوده که ما بریم، من مثلا حالا عرب یا عرب زبان، برم از در رابطه با زبان کردی یاد بگیرم، آموزش ببینم، ببینم کرد چیه، کرد چند ساله که اونجا ساکنه، زبان کردی چجوریه، ریشش از کجا میاد، مربوط به کدوم اقوام و و و بقیه مسائل. هیچ وقت به ما این آموزش ها داده نشده، همینجور اومده جلو جلو تا رسیده به الان اینجا که ما میدونیم توی کشورمون اقوام زیادی با زبانهای خیلی زیادی وجود داره، ولی متاسفانه اطلاعات خیلی زیادی در رابطه باهاشون نداریم و منبعی هم نداریم. یعنی اگه هم بخوایم بریم تحقیق بکنیم، منبع ما میشه همین اینترنت که میدونیم خب جست گریخته توش اطلاعات غلط هم هست و نمیشه خیلی بهش استناد کرد. یک سیستم آموزشی خوب رو میطلبه که اون سیستم آموزشی بیاد بخش بندی بکنه این زبانها رو و بیاد توی مدارس اینا رو آموزش بده، حالا میتونه اجباری نباشه، اختیاری باشه، و حالا حتی همون هفته یک ساعت هم که باشه، باز بالاخره آدم آموزش میبینه از یک منبع خوب، منبع درستابی، که آدم بعدا که حالا پیشرفت میکنه و رو به جلو میره میتونه کامل درک کنه و بفهمه ریشه این زبان ها از کجا میاد، مربوط به کدوم کشوره و مربوط به کدوم یکی از اقوامه، و همینو به فرزندانش هم انتقال بده.
سپاسگزارم از دوستان عزیز. اگر از دوستان عزیز کسی تمایل داره در بحث آزاد ما کماکان شرکت داشته باشه، خوشحال میشیم که شنوا باشیم. خب سپاسگزارم از دوستان عزیز. بله خانم رضاوند بفرمایید، خواهش میکنم، مایک در اختیار شماست. خسته نباشید. من خیلی کوتاه بگم، چون ما واقعا خودم عرض میکنم خیلی اطلاعات آنچنانی نداریم در مورد ریشه قوم ها، چون واقعا تو آموزش ما فرمودید شما نیست و نبوده. من خودم یکی از سخنرانی هام توی فکرمان پارتخ پیراسال بود در کمیته اقوام در ارتباط با در موقع عرب های کشورمون که بیدم. ولی بد نیست یکی از دوستان دیگه زحمت بکشن قوم های مختلف رو، اینکه نه که صرف من، چون من اگه من ترکم فقط عمد ترک ها صحبت کنم، اگه من کردم فقط این دوتا قوم رو نداریم، من کرد عمد عرب ها صحبت کنم، من عرب عمد ترک ها صحبت کنم، یعنی بیایم این کار رو انجام بدیم و عمد این قوم عرب ها هم یه تحقیق انجام بشه، یه بررسی بشه اینا کجا چطوری تو کشور ما هستن، چه مشکلاتی دارن، مشکلاتشون اگه ببینید باورتون نمیشه. تو اون جلسه که من یادم کمیته اقوام گذاشتم، خیلی دوستان بود اصلا ما اینو نمیدونسته و خیلی دیدگاه هاشون عوض شد نسبت به این قوم، به خاطر اون ذهنیتی که حمله عرب ها به کشورمون، ما یه ذهنیت دیگه داریم و رو اون پافشاری هم میکنیم. باور کنید بعد از اون جلسه خیلی از افراد به من تماس گرفتن، گفتن ما نمیدونستیم حتی اینها رو. تو همون جلسه هم صحبت بعد نیست یک بار هم در این ارتباط صحبت بشه و چه مشکلاتی دارن، چه مصیبت هایی اونها دارن، چه فرهنگ هایی، مثل همین اتفاقاتی که الان دارید میبینید متاسفانه به خاطر اینکه کمبودهایی که توی سیستم آموزشی اونها گذاشته شده و این هوا رسم و رسوم های عجب و غریبی که بینشون هست و مشکلات عدیده هم که دارن، بعد نیست در این ارتباط ها موضوع سخنرانی باشه، صحبت بشه. ممنونم از شما، من رو رها میکنم. سپاسگزارم خانم رضاوند. بله پیشنهاد خیلی خوبیه، بالاخره کمیته تخصصی اقوام هست و خیلی خوبه که دوستان توی این زمینه تحقیق بکنن و بیان این تحقیقاتشون رو با ما به اشتراک بذارن. و خب قطعا توی یک سخنرانی یا دو سخنرانی نمی گنجه، میتونیم بخش بندی کنیم و توی چند ماه پشت سر هم دیگه این اطلاعات رو از دوستان بگیریم. جناب آقای حمزه‌زاده بفرمایید، خواهش میکنم، مایک در اختیار شماست. خواستم تشکر کنم از خانم رضاوند، نکته خیلی مهمی رو اشاره کردم. به نظر من خیلی این نکته مهمه که ما هر کسی که با هر قومیتی که هست بره قومیت دیگه ای رو سرچ کنه و در موردش تحقیق کنه، این به نظر من دقیقا همون فرهنگ سازیه. چون شما اگه ما به گفته شما اگر از فردا تو ایران مدارسی باز بشه، یه منبع آموزشی برای زبانهای مختلف باز بشه و تو اونجا بخوان تدریس کنن، اگر اون فرهنگ وجود نداشته باشه، به نظر من این برعکس عمل میکنه. یعنی شما میبینید اختلافا بیشتر هم میشه، یه سری توی مدرسه یعنی که کردی یاد میده، یه سری مدرسه یعنی که ترکی یاد میده و این وسط اختلاف هم بیشتر حتی خواهد شد. ولی زمانی موضوع قشنگ میشه که ما بریم زبونی که زبون مادری خودمون نیست و تحقیق کنیم در موردش. منی که ترکم برم در مورد کردی، کردا بیان در مورد فارسی، یا همینطور بخواد این حالت بچرخه و اون حالت به نظر من جواب میده و ما باید اینو اول از همه از خودمون شروع بکنیم و طرز فکرمون. خواستم تشکر کنم از خانم رضاوند، خیلی نکته خوبی بود، ممنونم. سپاسگزارم جناب آقای حمزه‌زاده، متشکرم، و همینطور از بقیه دوستان عزیز که در بحث آزادمون امروز شرکت کردن در رابطه با بحث زبان مادری که واقعا بسیار مهمه توی سیستم آموزشی ما، واقعا جای خالیش حس میشه. زبان مادری در واقع اولین پل ارتباطی بین اقوام یا در واقع برای کودکانه و اگر بهش اهمیت داده نشه به تبعات مشکلاتشو بعداً در جامعه خواهیم دید. سپاسگزارم از همه دوستان و عزیزانی که امروز در جلسه ما حاضر بودن، از دوستان و عزیزانی که با ما همکاری داشتن در این جلسه، منشی جلسه جناب آقای امین بلواردی بهمن، ضبط صدا و تدوین جناب آقای آذریانی و آقای محمد رسول پورتندرست، ادمینا خانم مباشری فر، آقای صادق فرخی قصر آسمی و جناب آقای مهران آهنگر خراسانی. سپاس از همه عزیزان. ختم جلسه رو در
ساعت 16:30 در تاریخ 12 فوریه به وقت اروپای